نگذار که بیشتر از این دیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه ای بی گناهی زنجیر شود. نگذار 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 کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نزدیکتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم، پری سفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز سه‌شنبه 21 مرداد ماه 2722 ایرانی مادی، 2573 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 12 ماه آگست 2014 میلادی. ای مزدا، کجایند آن دلدادگان تو که با اندیشه نیک از آموزش‌های پرارج تو آگاهند، و آنها را چه در رنج و چه در خوشی با هوشمندی به کار می‌بندند. من کسی را جز تو نمی‌شناسم، پس در پرتو راستی مرا پشت و پناه باش. ای مزدا، به راستی دروندان با کردارهای خود ما را هراسان می دارند، زیرا آنان برای مردم تباهی و ویرانی می آورند، زیرا آنان توانمندانشان به ناتوانان ستم می کنند، با آیین تو دشمنی می ورزند، هیچگاه به راستی نمی اندیشند و از اندیشه نیک می گریزند و روی می گردانند. ای مزدا، کسانی که با کردارهای زشت خود و با ناآگاهی از اندیشه نیک پارسایی را که نزد دانایان گرامی است از دست می نهند، به همان گونه که تبهکاران بی فرهنگ از ما روی بر می تابند، از راستی دوری می جویند. خردمند گوید کار بر اندیشه نیک کنید، پارسایی را که بنیاد راستی است نگاهدار باشید و بدانید که همه اینها در شهریاری مزدا اهورا پدیدار خواهد شد. ای مزدا، اینک دو بخشش، رسایی و جاودانگی تو به روشنایی راه می نماید و اندیشه نیک و راستی و پارسایی استواری و توانایی مینوی را می افزاید، و با این هاست که چیرگی بر دشمنان به دست می آید. ایدون باد. Morning arrives with thoughts rise, beats of our lives joyful revives. Darkness is gone, light is not down, youth rise up, fresh, mighty and shine. Sing your shamu.
radar, light a fire of love. Help the world peace in harmony of ancient love. Keep alive sacred faith. Move forward with wisdom of grace. Out of your own goodness, do it with heart, do it with love, for the sake of kindness. Hey youth, listen to your soul, follow the path of Asho, in the name of Ahura, seeking your own happiness, in the other's joyfulness. There's always hope in the cold and darkness, as long as we are on the side of righteousness. Keep sacred Fravaha, good thoughts, good words, hold precious wisdom of the past. Future's bright, ever fresh and ever last. Think of good thoughts, say of good words, do of good deed, be good and lead. Sing your Shamu, sing your Tohu, sing your Shamu. هست و رود ما بر خانم
که خون پاکشان ارزشی دگر بداد بیشیت انسان بیش یک دو سه چون برای وطن بیش بیادن چه خون زندگی کردن چون وطن آین است و کیش ایران را می سازیم برای ایران و خلق قهرمان من به ما بپردازیم بیش یک دو سه چند برای وطن بخیش بیادن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش دیگران یار دیگران شدیم به خاطر زندگی پیش یک دو سه چند برای وطن بگیش بیدن چه بود زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش که پرشی میدمد دوباره از برای دوبانها یک دو سه چند برای وطن بگیش بیوطن چطور زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش بیوطن چطور زندگی کردن چون وطن آیین است و من مسلمان نیستم، ایرانیم. در رگم می جوشدم باج شراب، من زلالم مثل آب. چترهای مهربانی بر سرم، در نگاهم می شکوفد آفتاب. من مسلمان نیستم، ایرانیم. می پرند از واژه های شعر من پروانه ها. خانه ام میخانه ها، در حریم سبز رؤیاهای ناپیدای من نورها تابیدند، در شبانگاهان برفی تا سحر در دلم گنجشک ها خوابیدند. من مسلمان نیستم، ایرانیم. ماه را شبها به پشت پنجره می کشم با بوسه هایم در بغل، در سکوت زرد رنگ دره ها می شود زیبایی گلهای سرخ در دل و جانم غزل. من مسلمان نیستم، ایرانیم. طبل شادی عاشقان بر بامهایم می زنند، می فروشان پشت درها می بدوش، کوچه هایم نغمه های نوش نوش. دوستت دارم تمام حرف هاست، مهربانی در نگاه مردمم بی انتهاست. من مسلمان نیستم، ایرانیم. دختران در میهنم گیسو رها بر شانه ها، پرتو گرم محبت روز و شبها در نگاه. آسمانم مملو از رنگین کمان، زندگی در خاک من گلواژه آزادی است، هر نفس در هر نفس. هر کجا باشم، فراز آسمان یا خفته در کنج قفس، مذهبم عشق است و بس. من مسلمان نیستم، ایرانیم. علت اعتقاد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی تنها ناشی از ترس و عادت است.
دین نماینده جهانبینی و تفکری است که از نادانی آغاز می گردد و به تاریک اندیشی منتهی می شود. آنچه راهنمای انسان در راه رسیدن به سعادت است، آن قاضی که نیک و بد جهان را به ما می آموزد، نه از آسمان است و نه قرآن و جبرائیل، که اینها همه از موهوماتند. تنها مرشد خرد انسان است. زکریای رازی. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم. سه‌شنبه دیگری است گرامیانم و برنامه ما 3 ساعته در سنگر بیداری، از 6 پس از نیمروز تا 9 شب به وقت غرب آمریکا، با شما گرامیان و همیهنان، هم‌اندیشان و ایران یاران خواهیم بود. همیهنان نازنینم، خبرهای فاجعه بار از میهن ما نه تنها متوقف نمی شود، حتی ذره ای از آن کاسته نمی شود، بلکه روزافزون بر شمار جنایت ها، دزدی ها، شکنجه ایرانیان، به خطر انداختن ایران، نابودی وحشتناک محیط زیست ایران، نابودی ماندمان ها و آثار تاریخی ایران، و اکنون چندین روز است سوختن یکی از زیستگاه‌های یگانه بسیاری از جانوران، خرد و کلان و گیاهان ویژه در جهان که در حال سوختن است در پارک گلستان، خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، رودخانه‌ها، و همه اینها بر اثر اشغال میهن توسط جنایتکاران مسلمان تازی یورشگر پس از قادسیه دوم، با دستیاری خائنین و نادانان و برده شدگان ذهنی در داخل ایران و بر اساس پروژه تبهکارانه و جنایتکارانه جهانی. در این روزها میبینید هر روز بر شدت جنایت‌های اسلام و گسترش سربری و توحش و نابودی هزاران هزار انسان در هر روز با سرعت و شدت بیشتری اوج می‌گیرد و جهان هر از گاهی حرکت‌هایی به ظاهر انسان دوستانه و در اکثریت مواقع اقدام‌ها بسیار دیر و اگر هم اقدامی می شود بسیار اندک که کارساز نیست و بر شدت این توحش و گسترش جنایت محمدیان و علویان و عمریان در یک واژه اسلام اهریمنی شدت بیشتری گرفته است و در این میان کودکان، جوانان، نوجوانان، زنان، کهنسالان، زندگی های بسیاری بی گناه و بی پناه از دست می رود و انسان ها از دست توحش اسلام که در هر گوشه‌ای قدرتی به دست می آورد، اسلحه‌ای به چنگ می آورد، همان پیام های اصلی صدر اسلامشان، پیامبر جنایتکارشان، خلفای سربر و خونریزشان از ابوبکر و عمر و عثمان و علی خونخوار تر از همه دشخیمانشان دوباره به راه می افتد و در واقع مانند آب خوردن نابودی اقوام گوناگون به بهانه های گوناگون، کشتن، فراری دادن، شکنجه و حتی فجایعی که شاید جهان می خواست آنها را فراموش کرده باشد و از به گروگان رفتن اسلام عزیزشان که از دیدانان پیس است بهره‌برداری هایی بسیاری بکنند، اما اکنون اوریان و یک جا اسلام ناب محمدی به میدان آمده است و جهانیان میبینند که یورشگران محمدی با پرچم سیاه مانند دینشان، مانند اندیشهشان، مانند دلشان، با واژه کثیف
و فاشیستی لا اله الا الله که خود پیام مرگ است به دیگر باوران و به دیگر انسانهایی که حتی خدایی را باور ندارند و فقط به خرد و انسانیت و شادی باور دارند. اکنون میبینند در برابر چشمانشان، نه اینکه به جنگ بزرگ سالانی میروند که شاید آنها هم برای پدافند از خود سنگی، کلوخی، چوبی، بیلی، کلنگی، تفنگی در دست داشته باشند، نه، برای گسترش اسلام مانند اسلام ناب محمدی خالص واقعیشان، قتل عام کودکان، دونیم کردن کودکان با شمشیر، بریدن سر کودکان، میشنوید هم میهنانم، بریدن سر نوزادان، 2 ساله‌ها، 5 ساله‌ها، 8 ساله‌ها، 12 ساله‌ها، 15 ساله، کودکان، و بعد این سرها را بر نیزه کردن و به نمایش گذاردن، به صلیب کشیدن انسانها خرد و کلان، ربودن زنها برای تجاوزات جنسی جهادگران محمدی مانند اصل دینشان، اصل قرآنشان، اصل شیوه محمد و خلفایشان. زنان جوان، دخترکان جوان ایزدی را ربودند، بسیارانی را زنده به گور کردند. گزارش ها حکایت می کند بسیاری از زنان و کودکان و نوزادان را زنده زنده زیر خاک کردند. اسلام ناب است و تنها ایرانی که اندکی می داند و این 36 سال را آگاهانه زندگی کرده است و جنایت اسلام و واقعیت عریان حضور اسلام در ایران اشغال شده را اندکی پی برده است. با خواندن هر کدام از این خبرها و دیدن هر کدام از این تصاویر باور نکردنی تحمل ناپذیر، با خود می اندیشد 1400 سال پیش در زمان عمر خونریز جنایتکار توحش اسلام با نیاکان ما چه می کردند. آن صحنه ها را ما ندیدیم. اکنون نمونه بسیار کوچکش را، اندکش را، در قرن 21 با تکنولوژی کفار، دسترسی هر لحظه و هر دقیقه ما به همه رویدادها با تصاویر و صدا و فیلم میبینیم، نمونه کوچکی است از چگونگی ورود اسلام به ایران ما. آنگاه هنوز بعد از به پایان رسیدن ماه نجس و کسافت رمضان، بسیاری از ایمیل ها برای من می آید که میهنان تصاویری را می فرستند، به اصطلاح زن ایرانی در شب به درک واصل شدن یک دشخیم خوناشامه آدمخوار ضد ایرانی ضد بشر مانند علی جلاد سربر قرآن بر سر گذاشته است، با بینی جراحی شده و لبهای قلوه‌ای شده و آرایش کامل و چرقد بردگی و فحشای محمدیان بر سر، قرآن بر سر گذاردند، چشمها را بسته است با لبهای قلوه‌ای به طرف اعراب. این جز سقوط سیاه و شرم‌آور یک ملت چه میتواند باشد؟ 36 سال است، آشکار، عریان، هر روز در زندگی روزانه ایرانی، زن و مرد، پیر و جوان، روستایی و شهری، دارا و ندار، درس خوانده و درس نخوانده، اسلام را مجسم می چشد، می بیند قتل عام هم میهنانش را، نابودی سرزمینش را،
دست درازی به فرزندانش را، میلیاردهای دزدی شدهش، هزاران همیهنش در سال فقط خودکشی می کنند از فاجعه فقر، بیکاری، بیفردایی، تحقیر. آنگاه قرآن بر سر می گذارند هنوز و این نشان می دهد همیهنانم بزرگترین خیشکاری ما ایرانیان که جا افتادش پس از اشغال میهن واژه وظیفه شده است. خیشکاری یعنی وظیفه. بزرگترین خیشکاری ما ایرانیان آزادی ریشه ای ایرانمان است، نه اینکه این برود و آن بیاید و این میخندد و آن یکی بیشتر کشته است و آن یکی کمتر میکشد و آن یکی اندکی لبخند به دختران زده است و آن یکی نمیدونم چه گفته است و چه گفته است. این فاجعه 1400 ساله. جز با بیدار کردن هم میهنان، جز با روشنگری های واقعی، جز با در برابر چشم این ایرانیان در خواب مرگ بردگی و حقارت مانده و یا خود را از روی فساد و خودخواهی و غارت و چپاول و شتیلهی همینها بگیرند به خواب مرگ و بردگی زده، باید انقدر تلاش کنیم هم میهنانم. هیچ خیشکاری بزرگتر از این ما در دوران زندگی هر کدام از ما که هر چقدر دیگر زنده بمانیم یا نمانیم، جز این خیشکاری دیگری بزرگتر، حیاتی تر، شرافتمندانه تر، انسانی تر و ایرانی تر نداریم. و این به اثبات میرساند تنها سنگری که سالهای سال است پیام اصلی مبارزه واقعی را به هم میهنان داده است. در همه شرایط سخت، تنهایی، نوای اندک، یاران اندک، اما پایدار مانده است. همین سنگر بیداری است با سربازان آن. و سربازان آن تنها همین دکتر انصاری و پری صفاری نیستن که شما در برابر دوربین میبینید. تک تک یارانی که این سنگر را با 5 دلار و 10 دلار و 1000 دلار و بیشتر و کمتر در همه این سالها نگاهبانی کردند، نگاهداری کردند. مدیر رادیو تلویزیون بیداری کوروش گرامی که با همه وجودش همه این سالها ایستاده است، مادی و معنوی با فداکاری از جان گذاشتن در خوشی و ناخوشی، حتی یک روز در اوج بیماریش غفلت نکرده است از نگاهبانی و نگاهداری این سنگر. آریای جوان سال ما در اتاق فرمان، مانی بهروز عزیزم که بار سنگین بسیاری از نگاهداری سایت های بیداری، سایت من، سایت پروفسور مسعود انصاری بر دوش اوست. سربازان این سنگرند، تک تک یاران ما که از شماران ها هر روز کاسته می شود. اما ما ناامید نمی شویم، ما تسلیم نخواهیم شد. هنگامی که می بینیم روز به روز اثبات پیام ها و سخنان سنگر بیداری آشکارتر می شود و این تنها راه آزادسازی میهن است، باز ستانی ایران است، پس از آزادی ایران است، تازه بزرگترین کارهای فرهنگی و ریشه‌ای باید هر ایرانی آگاه و بیدار با گذاشتن مانده عمرش در روستاهای ایران، در نقاط آباد و ویران ایران به انجام برساند. و این را همچنان خوی و عادت هر روزه ایرانیان در سیستم آموزش و پرورش، در مناسبات اجتماعی، در رسانه های ایرانی، ایران آزاد فردا و و و بدون وقفه، بدون کوتاه آمدن، بعد از اندکی آسایش به دست آوردن گمان کنن همه چیز رو. نه، این هیولا دهه ها و صده ها میماند، به حالت کما میرود،
اما نابود نمی شود مگر اینکه یک ملتی مانند دم و باز دم روزانش، صبحانه و نهار و شام روزانش، نوشیدن آب که حیاتی است و در روز باید بارهای بار نوشید، مانند اینها آگاهیش نسبت به این اهریمن زنده باشد، در خداگاهش، در ناخداگاهش، در خوابش، در بیداریش. سنگر بیداری برای چنین ایرانی استاده است و همه تلاشش را کرده است و می کند و خواهد کرد. یارانی می آیند و می روند، بسیار آمدند و رفتند، فقط در این سنگر به نام بیداری سنگرهای پیشین را کاری ندارم که 10 سال است هزاران ایرانی آمدند و یاری رساندند و کوتاه مدت ماندند و بلند مدت ماندند و اندک یاری دادند، بسیار یاری دادند، رفتند یا درگذشتند یا وضع مالیشان به هم خورده است یا ناامید شدند یا به هر دلیلی، همیهنانم این سنگر باید بماند، مانند آن باریست که نمیتوانیم بر زمین بگذاریم، بار سنگینیست، بهتر است هزاران ایرانی دوششان را بیاورند و بخش کوچکی از این بار را بر روی دوش بگیرند. هرچه شمار یاران که اندک می شود و می روند، بدانید بار سنگین بر دوش آن تعداد مانده سنگینی می کند، اما آنها افتان و خیزان، زخمی و خون چکان، باید بروند این راه و باید برویم. و اینان پیامی سمیهنانم در آغاز برنامه امروز مایلم بر روی آن انگشت بگذارم. جدی بگیرید این پیام من را، حرکت بکنید، گام پیش بگذارید، تن به این همه جنایت و ستم ندهید. گمان نکنید بگویید من این گوشه جهانم در خانه کوچک خودم نشستم یا در منشنم نشستم یا چند سال از جان به در بردم آمدم از صفر شروع کردم، من که کاری نه، همه ما تا روزی که زنده ایم و از آن سرزمینیم در میدانیم، شرافتمندیم، در این میدان نیستیم و کاری نمی کنیم، چه کوچک و چه بزرگ. باید بدانیم شریکیم در همه آن ایران سوزی ها، در همه آن ویرانگری ها، در همه آن سوزاندن اکنون و فرداهای فرزندان بی گناه به گرسنگی کشانده شده، توهین شده ی ایران. در این واویلایی که در این اخبار میبینید و میشنوید و میهنانم، سرنوشت وحشتناک صدها هزار انسان به جرم نامسلمان بودن در میهن خودشان، مسیحیان عراق و ایزدیان عراق. به ویژه در باره ایزدیان که فاجعه بار است اخباری که میرسد و جنایاتی که در با این انسانهای آرام، صلح دوست، یک قوم 4000 ساله گریختند از خانه های کوچک و بزرگشان، پا برهنه فرزندان را برداشتند به این کوهستان، به آن دره، به آن تپه، به آن دشت سوزان گرفتار آمدند. صدها میگویند اما هزاران هزار از آنها کشته شدند، از تشنگی، از گرسنگی، از بیماری، به دست داعش، یعنی محمدیان. برای ما ایرانیان دیگر میدانیم داستان چیست، نام داعش و نام القاعده و نام النصرت و نام این کثافت و شعبه کثافت شیعی و شعبه کثافت سنیش اسلام است. به اینها برای بازی های کثیف آنانیست که از خون این انسان های بیگناه بهره برداری های بیزنسی میکنند.
بعد از این چند حمله به در واقع بسیار کوچک و حساب شده از سوی آمریکاییان، امیدی در آن مردم پدید آمده است و در کردهای بخش کردستان عراق که اکنون در واقع به تنهایی رو در رویند با جنایتکاران داعش، همین کردهایی که همیهنانم با همه ستایشی که اکنون من و شما و همه جهان از این رزمندگان و پیشمرگان زن و مرد، زنانشان دوش به دوش مردانشان، این ایرانیان اصیل در پدافند از خودشان، خانه هایشان و پدافند از انسانهایی که اکنون در دام جنایت اسلام در واقع گرفتار آمدند، دوش به دوش یک دیگر می جنگن. اما اقلیم کردستان و آقای بارزانی بعد از فتح موسل و به دست آوردن بخشی دیگر که چاه نفت داشت، گمان کرد دیگر زده است و برده است و داعش در آن بخش‌های دیگر دارد ترک تازی و محمد تازی و عمر تازی و علی تازی می کند. اما ناگهان ورق برگشته است، هیولای از چاه جنایت اسلام بیرون آمده، این هیولای هزار سر، این اژدهای هزار سر محدوده نمی شناسد، خط کشی نمی شناسد، هنوز نیامده، نقشه منتشر کرده است، حال یا خودش یا امدادهای غیبی اربابانش یا هر چیز دیگری که هست، که کجا قرار است خلافت داعش و حکومت عدل سربری و بچه کشی و تجاوز جنسی محمدیش برقرار شود. ایران را هم خورده است در نقشه و جنوب ترکیه را هم برده است و افغانستان را هم خورده است و رفته است تا مرزهای چین. همیهنان نازنینم بنگرید فقط در همین یک مورد، تا ما ایرانیان دست کم بدانیم، آنانی که هنوز منتظر چراغ سبزی و چراغ قرمزی و دست غیبی از اینجا بیاید به یاری و حال ببینیم آنجا چه می شود و بعد اثرش در ایران ما چه خواهد شد. 36 سال گذشته است، در همین یک مورد ببینید، از ماها پیش خطره این گروه آدم خار که افسوده شده است بر دیگر آدم خاران محمدی در آن منطقه، با جزئیات گزارش های بسیار به همه سازمان های جاسوسی و ضد جاسوسی غرب و شرق و به ویژه آمریکا گزارش شده است، انگشت کوچکی تکان ندادند. همین آقای اوباما که چند سال پیش گفت ما دیگر نیروهای آمریکایی را باید از عراق بیرون بیاوریم، اینجا دیگر امن است و ما هم خیلی به اینها آموزش‌های خوب داده ایم و اینجا دیگر میافتد دست برادران شیعه کارتر و همه چیز درست میشود. میدانستند، دست کم از 2 سال پیش میدانستند داعش همین 2 روز پیش و 2 ماه پیش و 3 ماه پیش پدیدار نگشته است. میدانستند دارد در قتل عام مردم بیگناه و تنها رها شده توسط آقای حسین اوباما در سوریه تمرین آدم کشی می کند داعش. می دانستند از شکم القاعده این قده سرطانی اسلام بیرون آمده است، همه اطلاعات را داشتند. اکنون ذره ذره اینجا و آنجا می روید پیگیری می کنید، این گزارش، این تحلیلگر، این خبر، این سایت، آنجا، اینجا می بینید همه اینها بوده است.
اکنون رفتند و چند بمب انداختند و بعد چقدر هم این پامپا کردند که آیا اسلحه به کردها برسانی که بتوانند در برابر داعش مجهز به همه سلاح‌های آخرین مدل آمریکایی از پادگان‌هایی که ارتشی‌هایی که پیش آمریکایی‌ها خیلی دوره‌های زبده و نیرو محسوس دیده بودند که فرار کردند در اولین داعشی که دیدند پادگان‌ها به دست این جانیان افتاده است و آخرین سلاح‌های آمریکایی داشتن این پامپا میکردن تا همین دو سه روز پیش که آیا به عراقی ها ما اسلحه بدهیم اندکی مسلسلی خمپار اندازی نارنجک اندازی چیزی جهان این است هر مردمی خودش باید از خود پدافند کند اسرائیل را ببینید اگر می آمد و او هم خود را به دام این جریان های کثیف سیاسی جهانی شرق و غرب میانداخت از اسرائیل تو خبری دیگر نمانده بود از هری دیگر نمانده بود میداند از خودش و از سرزمینش و از مردمش باید با فداکاری پدافند کند حتی چشم به راه اسلحه آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینان و آلمان هم نمیماند دانشمندان خودش و یهودیان فداکاری که در هر گوشه جهان هستند یاری های مالی که می کنند فداکاری تک تکان مردمان در این گزارش هایی که از اسرائیل پخش می شود هر از گاهی در این رسانه ها ببینید ایرانیان به ویژه ببینید و بیاموزید نگاهداری آب و خاک و سرزمین را بانوی را می دیدم در سنین بالا در رفاه آسایش در همین کالیفرنیا زندگی می کرده است داوخواهانه رفته است درست جایی که خانه این خانم الان آنجاست خانه کوچه است سیم خاردار مرزی با نوار غزه در آنجا رفته است زندگی می کند و با او که صحبت می کند می گوید من به اسرائیل باور دارم با آمدم اینجا دو سال است آمدم و خواهم ماند یا میمیرم یا میمانم و اینجا را ما باید نگاهداری کنی ما ایرانیان با آن سرزمین بزرگ و با شکوه ما چه کردیم؟ چرا این گونه شده ایم؟ دشمنان من را می پرستیم امروز 12 آگوست است خبری را دیدم چاپ کردم که برای شما بیان کنم 12 آگوست سال 330 پیش از میلاد نیروهای اسکندر مقدونی در یک منطقه کوهستانی دشوار در بند پارس یا تکاب در کهگیلویه با یک هنگ ارتش ایران به فرماندهی آریابرزن ساتراپ منطقه روبرو و متوقف شدند زنان برده به روسبی کشانده شده سرزمین اشغال شده ایران قرآن برای علی سربر و دشمن ایران و ریپیست پدر و مادر و اجداد و نیاکانت میگذاری آن قرآنی که تو را روسبی کتکخار و انگل به حساب می آورد و جایزه جهادگران نرینش است میدانی 12 آگوست یعنی امروز 21 مرداد ما روز آریابرزن است برای پدافند از آب و خاک میهن ما میدانی او نیای ما بوده است برای او اشکی میریزی نام فرزندت را آریابرزن میگذاری سالی یک بار دست کم یادی از او میکنی اصلا میدانی آریابرزن که بوده است و چه زمانی بوده است
اما آخرین جراحی ها و تزریق های بالا و پایین و بینی و صورت و شکم و پستان و همه چیز رو خوب یاد میگیرید. در میانه این خبرها همینانم وزیر نفت اشغالگران گفته است 2,700,000,000 دلار. میبینید مبالغ خیلی اندک است، انگامی که پای اسلام وسط میآید. اصلا میلیارد دلار و میلیارد یورو و میلیارد پوند پول خورد است. 18,500,000,000 دلار فقط به اردوغان میدهند. کامیون کامیون شمش طلا و اسکناس های تا نشده و 9 دلار دلار کفار. آنگاه گرسنگی بچه های ایران، فقر سیاه کارگران ایران، خودسوزی در استان های ایران با آمار وحشتناک، خودکشی با شیوه های گوناگون، کپرنشینی و کنار خیابان نشینی و هوملس به سراغشان هم که میروند با آنها سخن میگویند، همه دیپلمند و لیسانسند و فوق لیسانسند و اینند و آنند و مهندسند و چوند و چند، از بدبختی هم معتاد شدند. آنگاه لواطکاران 90 ساله رئیسند و وزیرند و وکیلند و از بام تا شام فقط نقشه سرکوب و نابودیه ملت ایران را دارن. بعد زن ایرانی با آن صورت جراحی شده یک چرقدم بسر کرده است، قرآن بر سر گذاشته است. توف بر آن قرآنتان و توف بر خودتان، بیمایگان فرومایگان دستیارانه جنایت اسلام در ایران، دستیاران شکنجگران محمدی در ایران، دستیاران نابود کنندگان هست و نیست ایران. از آریا نازنین خواهش بکنم، آریا جان عزیزدی ها سخن راندیم و از مسیحیان و از 36 سال قتل عام استادان داعش در ایران، تازه این فرزندان اینها هست، یعنی از شکوه اینها. وقتی دیدن در ایران مدرن پیشرفته مایه رشک آن منطقه و جهان، با آن زنان، با آن تحصیل کرده ها، با آن پیشرفت، اسلام آمد و سنگسار را برقرار کرد، نخستین بذرهای پیدایش القاعده، داعش، النصرت، سربر اینجا، نجاست آنجا، فرقی نمی کند، مسلمان همه. گفتن پس شدنیست، پس شدنیست. دوباره پدر و مادر داعش و القاعده و هر گروه جنایتکاری که اربابان جهانی میسازند که فقط اسلام اهریمنی را نام نبرند، پدر و مادر این دور جدید جنایت اسلام در تاریخ بشر، 36 سال است ایران ما را بعد از قادسیه دوم به دست آوردند. جز این است؟ از آریا جان خواهش کنم، آریا نازنینه، اتچمنت شماره 2 را از کلیپ های بیداریست. با سپاس از کوشای عزیزم که در این روزها که دوباره زیبایی پیام های محمدی همه جهان را غرق در شادی کرده است و هزاران هزار
انسان را دارد لط و پار می کند و کودکان را شقه می کند و سر می برد و بر سر نیزه می کند و آشکارا دختر بچگان و زنان جوان را می روباید و در اختیار جهادگران محمدیش می گذارد. یک بار دیگر این کلیپ را با هم خواهیم دید، شمشیر اسلام و همان پیامی را که در این روزها مرتب می شنوید. به مسیحیان می گویند یا اسلام بیاورید، یا جزیه و مالیات بدهید، یا بروید و هر کدام از اینها هم که نباشد بمانید مرگ به سراغتان خواهد آمد. اما به ایزدیان که با این مهر و زرتشت باور دارد، ریشه هایشان از آنجاست، بعد در طی تاریخ برداشت ها از مذاهب دیگر برای زنده ماندن و برای سروایو کرده اند، اما ایزدیانند. اما با آنها حتی این شانس و افتخار را که به مسیحیان میدهند نمیدهند، میگویند یا اسلام می آورید یا سرتان بریده می شود و زن و کودکتان هم جایزه جهادگران داعش است. یک بار دیگر پیام اصلی اسلام چگونه آمدنش به ایران ما و چگونه رفتنش به دیگر بخش‌های جهان که اکنون کشورهای جنایت زده و اسلام زدن تا مرزهای چین. شماره دو را آریای نازنینم النسبه روب و دستور آسمانی و انسانی اسلام با هم میبینیم. نتاین الاسلام او الجزية وإلا فالحرب بيننا. ابنتين الاسلام او الجزية وإلا فالحرب بيننا. ابنتين الاسلام او الجزية وإلا فالحرب بيننا. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. ألف رجل ألف رجل ألف رجل بله همین هران نازنینم.
وزیر نفت اشغالگران و جانیان و ایران سوزان. گفته است 2,700,000,000 دلار در بانک جعلی زنجانی از بین رفت. او گفت دولت محمود احمدی نژاد بیش از 2,700,000,000 دلار با مصوبه کار گروه اقتصادی خود به بابک زنجانی داده بود. فقط فراموش کرده است این وزیر نفت خیلی خیلی ایرانی بگوید و این کدام محمود احمدی نژاد را میگویی؟ همان که جگرتلای سید علی رهبر خونخوار و خلیفه تان بود و با شدت تمام او را پشتیبانی میکرد و اکنون خود را کنار کشیده است و کی بود من نبودم. اون احمدی نژاد را میگوید که حال نور داشت و عشق جاودانه ی تمساح لواطکار بود. با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی، ببینید کشور را ببینید، به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شده. رئیس کل بانک مرکزی و چند وزیر، اینها دولت ایران هستند دیگر نه، او درباره بانک بابک زنجانی گفت نام برده بانکی در تاجیکستان و سپس مالزی درست کرده بود که معلوم نشد چیست و چرا چنین ریسک بزرگی کردن. به راستی یعنی شما تازیان نمیدانید که برای چه این کار را کرده بود و این پوشش ها و از اینجا با آنجا و آنجا با آنجا، مگر برای همین آورده نشده اید؟ مگر دینتان همین نیست؟ ولی بازی های قرن 20 و 21 رو باید اجرا کنید. پارلمان داریم، دادگستری داریم، بانک داریم، بانک مرکزی داریم، ارز داخلی من این است، ارز خارجی من آن است، این گونه میخریم، این گونه میفروشیم، همه ظواهر به جاست. شما جانیان مسلمان و باورمند به تاراج و اشغال سرزمین دیگران و بعد هم میمانید و صاحب سرزمین خود را میدانید. ارث پدر شاش شتر نوشتان را هم میخواهید. او فرموده عده‌ای همچون بابک زنجانی، خب برو به رهبر مفعولت بگو که کاندیدای دلخواهش بود و دلچسبش بود و مایه افتخارش بود. عده‌ای همچون بابک زنجانی در دوره دولت بود، احمدی نژاد هم دولت بود است، پول نفت و کشور را بردند، حاضر نیستند آن را پس بدهند. مگر هر کدام از شماها برده اید پس داده اید؟ به کجا پس بدهید؟ به موالیان؟ به بردگان مجوس گبر آتش پرست؟ به چه کسی پس داده اید در این 1400 سال که این بار پس بدهید؟ اصلا این همه دکور درست کرده اید که میلیارد میلیارد جا به جا کنید برای پس دادن است؟ روسپی های مسلمان باورمند، حالا شما آمده اید با حکومت اعتدال کفتار بنفشتان با جست های عبدالخیاری بر عمر جنایت اسلام بر میهن ما بیفزایید. 36 سال از هر دوره ای این آمده از آن قبیله رفته است، همین کارها را کردید، همین سخنان را گفتید. رسمن جانی دزد جنایتکار ایران فروشتان اکنون شده از روشن فکر ملی، حقوق بشری، آزادی خواه، میلیارد میلیارد برده است، پس داده است.
توف بر این دینتان، توف بر آن وجود گندیده خائن و کثیفتان. در دولت قبلی رانتخاری هم شده است. محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین، خب هر مسلمانی که سر کار می آید آک است، مال اردوغان آک است یعنی سپید است. در ترکیه آن مدلی آک است، در ایران هم پاک است. فقط یک قلم از هزاران میلیارد چپاول و تاراج میهن ما در این 36 سال. 2,700,000,000 دلاری از یکی از کارچاخکنهای بچه فلانکشان زنجانی، زراب و صراف که دیگری چی رفت از ترک شده است. آن کامیون شمشه طلا و دلارها و 18.5 میلیارد هم آن که هیچگی رفته است و از حزم رابعه اردوغان و زن لچک به سر و پسر دزده و نمیدونم 30,000,000 دلار فقط در جعبه کفش نگر میدارند و ساعتهای ارمغان از خون ملت ایران 300,000-400,000 دلاری به دست میکنند، آنها که دیگر هیچ. پس از آن خبر این خبر را بشنوید تا بدانید بر سر ایران چه آمده است. گزارش های رسیده از ایران حاکی از خودسوزی مدیر عامل کارخانه پروفیل زاگرس ایلام، همان ایلام بیچاره ما که اکنون بالاترین ریت بیکاری، خودسوزی زنان، آوارگی مردمش، مهاجرت از استان، از گرسنگی، از فقر، از فلاکت، همان ایلام. خودسوزی مدیر عامل کارخانه پروفیل زاگرس ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مصوب بانکی، یعنی فقط رفته از وام بگیرد و این تسهیلات مثلا تصویب هم شده است و او هم کارآفرین است در یکی از بدبخت ترین بخش های ایران اشغال شده و میخواهد دست کم چند کارگر را سر پا نگاه دارد که خانواده هایشان بتوانند زنده بمانند. کارآفرین است این مدیر عامل کارخانه پروفیل زاگرس، اما به او این پول را نمیدهند. او خودسوزی میکند و در اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی میمیرد. دنبال داعش میگردید در آمریکا و آلمان و فرانسه و هر کجای دیگه است، یا 6 سال است با داعش آشنا نشده اید که ایران را به دستش دادید در گوادلوب؟ آقای سین مدیر عامل کارخانه پروفیل زاگرس روز 16 مرداد در محل ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن واقع در منطقه پارک وی تهران در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مصوب بانکی اقدام به خودسوزی کرد. او در بیمارستان سوانح سوختگی روز دوشنبه 19 مرداد بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی درگذشت. سایت ایران کارگر نام مدیر عامل کارخانه صنایع پروفیل زاگرس را ستار ابدالی ذکر کرده و خبر داده که وی با مراجعه به شعبه بانک تهدید به خودسوزی کرده، اما کارکنان بانک به این تهدید توجهی نکردند. رئیس اتاق معادن و بازرگانی استان ایلام اقدام به خودسوزی این کارفرما پس از آن صورت گرفت. او گفته است پس از آن صورت گرفت که بانک صنعت معدن حاضر نشد تا تسهیلات مالی مورد تقاضای او را پرداخت کند.
پیش از این اخباری در خصوص خودکشی و خودسوزی کارگران در اعتراض به مشکلات صنفیشان منتشر شده بود، اما این نخستین مورد از خودکشی یک کارفرما در اعتراض به موانع تولید است. یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایلام میگوید این کارفرما برای تأمین نقدینگی مورد نیاز کارخانه پروفیل زاگرس 5 میلیارد تومان درخواست وام کرده بود، اما در نهایت مسئولان بانکی حاضر به پرداخت 2.5 میلیارد تومان اعتبار بودند. این در حالی است که وی حاضر شده بود وثیقه 6 میلیارد تومانی نزد بانک صنعت و معدن بگذارد. حتما باید میرفت و احمدی نژاد را میدید تا مانند زنجانی هست و نیست ایران را در اختیارش بگذارد. توف بر شما جانیان اشغالگر. ظاهرا این کارفرما که از تجار با سابقه استان ایلان محسوب می شود برای متقاعد کردن مسئولان بانک صنعت و معدن تلاش بسیار می کند، اما در نهایت به دلیل بی نتیجه بودن پیگیری ها اقدام به خودکشی می کند. پیش از این آمارهای متعددی درباره وضعیت نامناسب واحدهای صنعتی منتشر شده است. وزیر صنعت و معدن مرداد امسال خبر داد که 14,000 واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سالهای گذشته تعطیل شدند. اینجا ایران است، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان. مردمش در فقر و فلاکت، 50% مردمش اکنون در خط فقر سیاه و میلیون ها تن زیر خط فقر سیاه به گفته گزارش خود جانیان اشغالگر. آنگاه میلیارد های این مردم و این تولید کنندگان کار برای ایرانیان شریف، به ویژه برای کارگران، تولید کنندگان، کارآفرینان، حتی وام به اعتبار نمیتوانند بگیرند، اما میلیاردهایشان صرف کشتار انسانها در عراق و سوریه و هر جای دیگر میشود، به روسپی خانه ها ارسال میشود برای فاحش زاده هایشان که حال کنند و بعد بروند در اوج بی سوادی و هرزگی دختر و پسرشان با پول در دانشگاه های معتبر غربی، با پول وارد شوند و بعد بگویند فارغ التحصیل هاروارد شدند و استنفورد شدند و این شدند و آن شدند. آخونزاده ها، نجاست زاده ها، تازی زاده ها. آنگاه این کار فرمای شرافتمند نمیدانم همین آنه به راستی داشته رفتن. چگونه ایرانیان تاب می آورند به ویژه 6-7 میلیون که بیرون زدند؟ چگونه از تحمل می کنید؟ هیچ احساس مسئولیتی درباره همین یک هممیهنتان که شرافتمند است و تلاش کرده از کارخانه را سر پا نگاه دارد، ده ها و شاید صد ها کارگر ایرانی بتوانند زندگی شرافتمندانه با کار سخت و در مرز گرسنگی داشته باشند. ککتان نمیگزد. آنقدر شیفته خودتان هستید، شیفته چه چیزتان هستید؟ بهتر از بسیاری چیزها را نگویم. از آریا جان خواهش بکنم، آریا نازنینم، اتشمند شماره 3 رو آماده داشته باشید. نوید عزیز و گرامی من، دوست عزیزم، هم میهن عزیزم، یار فداکار،
که در بهترین شرایط هم نیستید از هیچ نظر، اما این گونه عاشق ایران، این گونه عاشق آزادی، این گونه دلسوز هم میهنان، درود بر شما نوید عزیزم. واژه کم می آورم در ستایش شما که سزاوارش هستید. 50 دلار نوید عزیزم اعلام یاری کردند. با درود به رهروان راه بیداری، درود ویژه به بانو صفاری دلاور و یگانه. مانده نباشید، فکر نمی کنم بیماری سرطان بندازه آیین شیطانی اسلام به بشریت آسیب رسانده باشد. با شیمی درمانی و پرتو درمانی میتوان از آسیب و صدمه این بیماری کاست، ولی در برابر آموزه ها و فرهنگ بشر ستیز اسلام هیچ درمانی یافت نمی شود. همه جهان یک صدا بایستی تصمیم به نابودی این هیولای خانمان سوز بگیرد. توف و ننگ بر اسلام. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر شما نوید نازنینم. درمانی برای هر بدبختی و هر تباهی هست با خرد انسان ها و افسوده شدن بر این انسان های بیدار و خردورز. خردورزی فداکاری هم می آورد، چون برای ارزشی انسان می ایستد که دیگر پروای جان نمی کند. این هم از بخشش ها و سود های خرد است. انسان های خودخواه، کوچک بین، فقط محدوده چهار دیواری خود و چهار دوست و آشنا و شعاف و اینجا و آنجا رفتن و نمایش کفش و لباس دادن، آنان ترسویند، چون آن حقارت ها برایشان خیلی بزرگ است و مهم است. اما هنگامی که شما حتی نه برای فقط هم میهنان خودت، برای آن کودکان شق شده ایزدی، برای آن کودک مسیحی به دونیم شده با شمشیر اسلام، حتی هم میهن تو هم نیستن تا آن سوی مرزن، اما هنگامی که برای آنها میستی که دیگر چنین فجایعی روی ندهد، آنقدر این ارزش بالا و نیرومند است که تو یادت می رود به خودت هم بیندیشی. به راستی فرمول کار این است، فرمول کار این است. گاهی که می آیی به دردهای خودت و غمهای خودت سرگرم شوی، ناگهان به یاد این فجایعی که می افتی، خودت در تنهایی خودت از خودت شرم میکنی. این گونه هستم میهنانم. نوید عزیز و نازنینم، مرا به یاد انداختن که پیش از اینکه برویم و اتچمنت دوم را ببینیم، یاری عزیزان و یارانی که در این 3-4 روز گذشته به سنگر رسیده اعلام بکنم. بانو آتوسای نازنین و گرامی و دوست عزیزم و یک بانوی دوست داشتنی ایرانی، سپاسگزارم آتوسا جان یاریتان رسید. بانو ستاره الف گرامی، یک جهان سپاس دارم، یاریتان را دریافت کردیم. نوید عزیز و نازنین من، یاریتان رسید گرامی من، سپاسگزارم. بانو پوران آزاد گرامی، یاری ماهانتون رسید عزیز من، سپاسگزارم. کدبان مهداد ایران پرست عزیزم، یاری ماهانتون رو دریافت کردیم، سپاسگزارم مهداد عزیز. و سرباز میهن گرامی من که بار گذشته با یاری و مهر یاران ما توانستیم 500 دلار مچ اعلام شده ایشان را هم داشته باشیم، یک جهان سپاسگزارم. و امیدوارم عزیزان من سخنان من رو که بار گذشته گفتم فراموش نکرده باشید که وضعیت مالی سنگر، ما دیگر تقریبا در نیمه ماه هستیم، یعنی آدینه که من در برنامه باشم
درست 15 ماه آگست است. میبینید میهنانم بسیار تند و زود میگذرد و با این مبلغی که حتی شرم دارم اون رو برای شما اعلام کنم، گرامیان من، باید اندکی یاران ما و ایران دوستان همت بیشتری بکنند و به یاری سنگر بشتابند. سپاسگزارم نازنین یاران و گرامیان، بانو و کدبان، ایران یار عزیز، که در ماه گذشته هم با سخاوت و بزرگ مهری این دو یار نازنینمان در واقع ما توانستیم نفسی بکشیم. 500 دلار اعلام مچ کردند. درود بر شما و شرف شما. دوستان و یاران و هم میهنان را فرا میخوانیم این رقم را با هم یاری های خود مچ بفرمایند. سنگر بیداری سنگر ما و شما ایرانیان میهن دوست است. این سنگر روشنگری را به اندازه توان خود پشتیبانی کنید. چو ایران نباشد تن من مباد. ما مسلمان نیستیم، ایرانی هستیم. درود بر بانو و کتبان ایرانیار که به راستی ایرانیارند. امیدوار هستم عزیزان و گرامیان من کوتاهی نکنید. ما 1 ساعت و 15 دقیقه از برنامه 3 ساعته امروز را پشت سر گذاشته ایم، اما زمان به اندازه بسنده داریم، 1 ساعت و 45 دقیقه. و من امیدوارم نه تنها 500 دلار این دو یار بزرگوار و سخاوتمندمان توسط شما یاران هر چه زودتر مچ شود، بلکه امیدوار هستم یاران نازنین ما با مبالغ بیشتر و اگر می توانند درشت‌تر با 100 دلار، 200 دلار، 300 دلار سنگر رو یاری برسانید، که ما بسیار بسیار در شرایط ناخوشایندی هستیم از جهت مالی. ولی عزیزان من می دانید که همواره هر 10 دلار، 20 دلار، 30 دلار، 50 دلار شما بیشترین یاری های ما همین مبالغ بودند و این سنگر با همان 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار ها مانده است. گرامیان من، نازنین های من، اما در شرایط ویژه و شرایط سخت، در هر حال من امید دارم که عزیزانی که می توانید مبالغ درشتری رو و بیشتری رو یاری برسانید، یک بار یا دو بار در ماه به هر شکلی که مایلید، کوتاهی نکنید. و یک جهان سپاس دارم به بانو و کتبان ایرانیار نازنین و گرامی. از آریای نازنینم خواهش میکنم شماره 3 را. این کلیپ را هم قبلا دیده ایم، اما همیهنانم در این روزها بد نیست یک بار دیگر آن را ببینیم و به ویژه همزمانی این وقایع وحشتناک و دهشتناک که به گونه واقعی ماسک از چهره اسلام اهریمنی برداشته شده است. همچنان میگویند دولت اسلامی و داعش و آیسیس تو گویی که برای خود اهریمنی است که تازه پدید آمده است. همه اینها قده های سرطانی هیولا اسلام است که هر از گاهی در جایی اوت می کند و بی شمار انسانهای بیگناه را به نابودی می کشاند. اسلام اهریمنی و اسلام فاشیست و زورگو و ضد بشر. و می بینید روش انفکران حسینی در ایران که قادسیه دوم را فراهم آوردند، زمین سازی کردند و با دستفشانی و هلهله بر روی پیکر میهن پرستان، دلاوران ارتش شاهنشاهی، زنان و مردان میهن پرست، بر روی پیکر بانو دکتر فرخ روی پارسا و همه میهن پرستان از سرباز و پاسبان بگیری تا عمرای میهن پرست ایران، با دستفشانی عمر ابن خطاب دیگر، علی سربر دیگر را به نام خمینی گور به گور بر میهن ما چیره کردند. داعش از آنجا زاده شد دوباره، القاعده از آنجا زاده شد دوباره،
همه این گروه های جنایتکار طالبان و ینیچری و هر کثافت دیگری که سر برآوردن دوباره، هوا برشان داشته است. این یکی میخواهد خلافت عثمانی نجستش را به راه بیندازد، آن یکی خلافت داعشیش را، و آن یکی دیگر خلافت لواطکاری شیعهش را. همه مسلمانند، دستاورد روش انفکران حسینی در ایران. شماره 3 را آریای نازنینم با هم ببینیم. انما الحیات و عقیدت و جهاد، سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم. من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم. اونهایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح میدن، اینها از اسلام اطلاع ندارن. اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نساختن، نمیفهمن چه میگن. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. و پس از این هم تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد. لیکن یه قدری باید تعمل کنیم، به این نغمه های باطل گوش نکنیم. اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. اونها شما را میخوان دلسرد کنن از اسلام. اسلام پشتیبان شماست. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردند. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردند. ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. با درودی دیگر باره همیهنان نازنینم، خبری هم بسیار ناراحت کننده در واقع چند ساعت پیش بازتاب پیدا کرد که یک هلیکوپتر که در حال یاری رسانی بشر دوستانه برای مردم شهر سنجار که در آنجا گرفتار آمدند ایزدیان در شمال عراق بودن سقوط کرده و چند تن کشته شدن و خبرنگار، یکی دو خبرنگار نیویورک تایمز و رسانه دیگر هم همراه
این افراد در هلیکوپتر بودند و 20 تن از سرنشینان هلیکوپتر مجروح شدند و شوربختانه بانوی نازنینی که در واقع کیس و مسئله و فاجعه استخوانسوز در واقع ایزدیان عراق رو در واقع سهم بزرگی داشت در بازتاب جهانیش و گریه ها و فریاد های او، نماینده ایزدیان در پارلمان عراق که من بار گذشته کلیپش را پخش کردم، این خانم، این بانو به نام فیان دخیل هم در این هلیکوپتر بوده و خوشبختانه گویا ایشون در نگذشته و فقط به شدت مجروح شده که برای این بانوی فداکار و کوشا در واقع نیایش نیک میکنیم. همیهنان نازنین و گرامی من، ما به نیم برنامه 3 ساعت نزدیک میشویم و معمولا 3 شنبه‌ها من حوالی نیم برنامه اندکی دقایق بیشتری رو به کلیپ ها ویژه میکنم که هم خودم بتوانم بعد از 1 ساعت و نیم برنامه اندکی استراحت داشته باشم و هم شما عزیزانم که در واقع اندکی از این شدت و حدت این اخبار و این سخنان شما رو خسته نکنه و شما هم اندک استراحتی داشته باشید. با هم کلیپی رو میبینیم گرامیان من. اتچمنت سوم رو که ایمیل شماره 4 هست آریا جان آماده داشته باشید و ایزدیان عراق رو میبینید و گریز و فرار از دست شمشیر خونچکان محمدیان پس از 1400 سال دوباره به سراغ این مردم آمدند. بارها آنها را در مقاطع گوناگون در این 1400 سال قتل عام کردند. دوباره شمشیرش تیز شده از اسلام اهریمنی با پشتیبانی پتیارگان جهانی و دوباره به سراغ ایزدیان رفته است. بانوی نماینده ایزدیان در پارلمان رو در این کلیپ هم میبینید و شمشیر اسلام کلیپی را که دیدید فراموش نکنید هم میهنانم. اسلام همواره تازه است و پیامش تا جاودان مقدس است و 14,000 سال دیگر هم که بپاید همواره شمشیرش به راه است برای گردن زدی و تجاوز جنسی و تاراج و غارت و وحشت آفرینی تا همه جهان را به اسلام مشرف فرماید. هنگامی که این هیولا را می شناسید، این فاشیسم، این آدمخوار، این جنایت گستر که ادعای آسمانی هم دارد مانند آدم کشان نازی و هیتلری نیست که تنها جنایتهایشان بر پایه خواست یک رهبر دیوانه نجات پرست ضد بشر مالی خولیایی عقده‌ای بود. این نجات پرست و این فاشیست اسلام آسمانی است، مقدس است و رفته است در کنار ادیان دیگر میگوید من از شما هم بهترم ایستاده است و نفت و گاز هم از همه جایش می جوشد و بنابراین تنها راه مبارزه با چنین پتیار اهریمنی بیداری انسان هاست، دلاوری انسان هاست برای نجات بشریت، نه فقط آن نسل و آن منطقه و در این دوران و در برای چند سال، برای آینده بشریت. باید جهان آگاهانه به نابودی چنین پتیاره فاشیست خونریز برود و این جز از راه روشنگری و فداکاری انسانهای بیدار و کوششهای خستگی ناپذیر امکان پذیر نخواهد بود. اتچمنت سوم رو که ایمیل 4 هست آریا جان اول پخش کنید و به دنبال آن شماره 2 رو عزیز من که همان قرآن اهریمنی است که بهترین تلفظش قرآن است و یک جوان دلاور ایرانی به نام افشین فروتنان را
خوانده است و ساخته است. اتچمنت سوم، ایمیل چهار و شماره دو، قرآن اهریمنی. همیهنانم این دقایق رو با هم بیننده و شنونده هستیم و من و کوروش گرامی و آریا جان هم قلم به دست و کاغذ به دست چشم راه یاری های شما هستیم که امیدوارم چند تنی دست به تلفن ببرید. آریا جان میبینیم عدد الازیدیه فی العالم ککل یتجاوز المليون و نصف. احنا من اقدم الديانات على وجه الارض الموحدین بالله، وإذا حتى إن أيا كانت ديانتنا فنحن بشر، والآن نذبح على أرضنا. ما موجودين من إيزيدية في قضاء سنجار هم تقريبا في العراق 600,000، معقلهم الرئيسي قضاء سنجار. تفجر مزاراتنا وتستبيح أعراضنا ويستباح قتلنا. يتسلقون إلى قمة هذا الجبل الواقع في شمال العراق. هؤلاء اليزيديون من ضمن آلاف فروا للنجاة بحياتهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية التي تستولي على المزيد من الأراضي العراقية. تقول هذه السيدة إنهم يهربون مع أطفالهم للحفاظ على حياتهم، مخلفين كل شيء وراءهم. يواجهون الموت في الجبل هربا من التهديد بالقتل إذا لم يتخلى اليزيديون عن معتقداتهم التي سبقت الإسلام والمسيحية. نفضل الموت جوعا وعطشا على أن نغير معتقداتنا، هذا ما تقوله هذه المرأة. تقول الأمم المتحدة إن فرق الإغاثة الإنسانية أنقذت عددا من الجبل لكن لم تتمكن من الوصول لمعظمهم. هناك مخاوف شديدة، فالإدارة تعاملت مع كافة التقارير التي وصلت إلينا، لكن نخشى أن يموتوا إذا تركوا هناك. هؤلاء هم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذي توعد بإعادة رسم حدود المنطقة، والذي يسيطر على المزيد من مناطق شمال العراق بعد سيطرته على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية في يونيو حزيران. فارسی بخون بفهمی، تو هم آدمی، تو دنیا داری سهمی. کتابی با بسم الله شروع شد، قانون شقاوت چون تموم شد. فقط میگم آیات مسخره، فقط صورت ظلم تو این دفتر. تو قرآن خون انسان حلال، حرف حق زدن امری محال. این کتاب کتاب محمده، اونم از خودش نیستش در اومد. آره حرام و سوادش دروغه، ناتموم شعر فروغه. حالا بریم سوره بقره که درش انسان کفتر بی سره. بعدش میگم سوره نساء، همونجا که عشق میشه نزا. تو نساء مکه الله بارده، مرتد عالم مبارزه. تو نساء زن
غرامته، توش جنایت انسان کرامته. یه آیه هستش آخه تو این کتاب، واسه علوم و ریاضیات و حساب و کتاب، تو قرآن همه چیز خیال پردازی، بزرگترین مغلط دنیای باقی. تو قرآن سوره احزاب، سهم انسان حماقت و خواب. تو قرآن سوره مریم، این کتاب کپی شده سر هم. تو قرآن سوره زیتونه، این کتاب کتاب شیطونه. تو قرآن عدالت سیاهه، واسه اینه که نازی ما کوتاهه. تو قرآن سوره تین، بزرگترین یاوه یاسین. تو قرآن سوره توحیده، کی سواد الله دیده، اسمش روش الله ندیده. تو قرآن یاقی میشه صحابه، قانونشون موجب عذابه. تو قرآن زمین سخت داره، دروغاشون همه جای حرف داره. تو قرآن الله یه مرده، زن کنیز و اسیر یه برده. تو قرآن دم حقیقت چه سرده. تو قرآن کجا دانشمند نشون بده، آدم خردمند. تو قرآن حقو میشه سیاسی، فقط کشتن و منفیت ریاضی. تو قرآن تجاوز علومه، زد و مرد حق مظلومه. تو قرآن از فهم روزه جالبه، به فهمی رو سوزه. تو قرآن وعده بهشت، حق انسان زندگی زشته. تو قرآن الله و محمد دیکتاتور رجیف شکت شفت قرب خود. تو قرآن حکم من ارتدا، چرا چون واجب خاموشی خدا. تو قرآن محمد رسوله، اونم عدلش با شمشیر و زوره. محمد عدلش تو پایین تن از بهشت اون، تو بدون فقط زن از. تو قرآن همجون هم کفاره، آزاداندیش جزء کفاره. تو قرآن سوره مائده، زندگی حق و زائده. تو قرآن سوره عنکبوت، به من بگو عدل اسلام چی بود. امون الله یاوه بلال، خون ادیان دیگه حلال. قرآن رو با عقل دیگران نوشتم، همه کاتباشو یه شبه کشتم. تو قرآن سوره حمله، قرآن واسه ایران سمه. محمد و دینش تازیه، تقیه و درو قاعده بازیه. قبل محمد ایمان هدف بود، کی بشر مثل امروز عقب بود. همه جاهلا شدن اولوالعرش، شدن قده واسه خرد و مرد. حالا بریم سوره زلزله، با این کتاب اومده ولوله. یه سوره به اسم فرقانه، تمام دین و کتاب دکانه. یه سوره به نامت محمد، که عدل اون خوبه واسه امت. تو قرآن سوره حق، جبونا جور میدن زیر هر. تو قرآن سوره کفاره، هدیه قرآن تنابه داره. تو قرآن سوره دهره، چرا اینقدر حرزه تو شهره. تو قرآن سوره الان، مغز انسان با این دیشه ها. تو قرآن سوره هو، الله و قرآن دروب بود. تو قرآن سوره قیامت، همه آیاتش پر از کفافت. تو قرآن سوره مجادله، الله با پول میشه معامله. قرآن و فارسی بفهم سوز نمیشی، چرا باید عجم و مجید باشی. قرآن و فارسی بفهم سوز نمیشی، چرا باید عجم و مجید باشی. قرآن و فارسی بفهم سوز نمیشی، چرا باید عجم و مجید باشی. یک مشت گدای عرب از راه رسیدند، در میهن پر رونق ما خانه گزیدند. با روزه و با روزه در این باغ پر از گل، چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند. با چوب و چماق و قمه و دشنه و چاقو، سرها بشکستند و شکمها بدریدند. گفتند که این
منطق اسلام عزیز است. اینان که سیاه کارتر از شمر و یزیدن. بستند به نفرت در دانشکده ها را، استاد و مبارز همه در بند کشیدن. آنگاه به صحن چمن دانش و فرهنگ، هر جمعه چنان گله گوساله چریدن. با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدن. روزی جوانان وطن در صف پیکار، لبخند زنان ذائقه مرگ چشیدند. امروز سرافراشته در عین وقاحت، این مرد خوران مدعی خون شهیدند. اینک همه با غارت این مردم بدبخت، گویی شرف گم شده را باز خریدن. با زور و ریاکاری و دزدی و تقلب، بر قامت دین جامعه تزویر بریدن. موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی، این کور ولان دشمن شادی و امیدن. کوته نظران قاصد دوران توحش، بر سقف جهان تار خرافات تنیدن. جز مفت خوری، مرد خوری، نوح سرائی، مردم هنر دیگری از شیخ ندیدن. اکنون که سفیهان همه در مصنف جاهند، اکنون که فقیهان همه چرمنگ و یزیدند، در میهن ما منطق اسلام چماغ است. شیخان همگی پیرو به شیطان پلیدند. هرچند که هرگز فقها تخم ابو جهل، زین شعبده ها خیر نبینند و ندیدند. با درودی دیگرباره همیهنان و نازنینم و تنها یاری که در این فاصله به پیام این سرباز پاسخ دادند، باز نوید عزیزم بودن. 50 دلار دیگر اعلام یاری کردند
و پیام دادند با پوزش از یاران و شنوندگان آگاه و بیدار تلویزیون بیداری تیوی. باید بگویم در این جهان حتی مدفوع اسب و گاو و سگ هم برای تغذیه خاک و زمین مفید است، در صورتی که اسلام به هر نوع و از هر فرقش به جز زیان و آسیب برای انسانها چیز دیگری ندارد. یک مسلمان باورمند خوب مسلمانی است که مرده باشد و مردم از دست او و جنایتهایش آسایش داشته باشد. قرآن ها همزمان در سراسر جهان بایستی سوزانده شوند. شرم و ننگ و توف بر اسلام. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر نوید نازنین و گرامی من، درود بر بانو و کتبان ایرانیار عزیزم که $500 اعلام مچ کردن و نخستین یار ما نوید جان با $50 پاسخ دادند. امیدوار هستم یاران و همیهنان دیگر هم خود را در پیام رسانی از این سنگر و تنها سنگر مبارزه راستین با اهریمن اسلام شریک و سهیم و همراه و همیار بدانند. در این بخش از کوشای نازنین، یار فرهیخته، روشنگر، مبارز و گرانمایه‌ای که به بودنش همه ما سرفرازی، جستار و نوشتاری کوتاه از ایشان رو با آگاهیتان میرسانم که مانند همیشه به نکات ریشه‌ای و بسیار بسیار مهم در شناساندن اهریمن اسلام میپردازد. این بار فرنام نوشتار کوشای گرامی این است: بی ارزش دانستن زندگی یعنی پرستش مرگ و وعده اشرتکده الهی، جایزه به کشتارگران و شکنجگران محمد. جایزهشان میدانید اشرتکده است و اشرتهای برده که قرآن بر سر میگذارند. در آنجا باید چشم راه البغدادی و بن لادن و خمینی و خلخالی و خامنه‌ای و رسمنجانی و کفتار بنفش و تمساح و همه این آدم خاران و این چپاولگران با آنها جایزه بدهند. بی‌ارزش دانستن زندگی و وعده اشرتکده الهی یک پدیده اهریمنی است. ایمان به بی‌ارزش بودن زندگی در این دنیا و تأکید و تأیید بر زندگی ابدی پس از مرگ که سراسر پر از خوشی و لذت است. لذت هم که برای مسلمان فقط یک وجب پایین تر از ناف اوست، نه لذت معنوی انسانی، شاد شدن از پیشرفت، شادی برای اینکه تا زنده‌ام کاری کنم که بعد از من جهان ذره‌ای بهتر شده باشد، گلی کاشته باشم، گیاهی نشانده باشم، انسان‌هایی را یاری کرده باشم، لبخندی بر لب‌ها آورده باشم، گوشه‌ای از گرفتاری‌های بشر را گشوده باشم، اختراعی، ابداعی، نوآوری کرده باشم. نه از این شادی‌ها. شادی در آن جهان هم برایش کمر به پایین است. ایمان به بی ارزش بودن زندگی در این دنیا و تأیید و تأکید بر زندگی ابدی پس از مرگ که سراسر پر از خوشی و لذت است، مسلمان را به موجودی متفاوت با دیگران تبدیل نموده است که نمیتواند با دیگران که بر چنین باوری نیستند همزیستی نماید. به جز مسلمانان، انسانهای ساکن کره زمین میخواهند از زندگی آرام، آزاد و شاد برخوردار باشند و از زندگی موقت بر روی کره زمین لذت ببرند و تا آنجا که ممکن است از مرگ و درد و ناخشنودی دوری کنند. به جز مسلمانان، انسانهای روی کره زمین در انتظار شهادت و مرگ نیستند. بسیاری از رفتارهای غیر انسانی و شگفت‌آور مسلمانان
ریشه در این تفاوت دارد و زاییده دید و جهانبینی و در پیوند با آموزش اسلام در این زمین است. عملیات انتحاری، فرستادن نوجوانان بر روی مین‌ها، استفاده از کودکان و زنان به عنوان سپر دفاعی، همه ریشه در نگاه اسلام به زندگی است. تأسف بارتر از آن این است که چنین رفتاری نمونه انسانیت و برجسته ترین فروزه اخلاقی هم شناخته شود. اگر حسین انسان بیمانند و برگزیده الله است و برای رضایت الله زن و بچه خود را به میدان جنگ میبرد که قربانی شوند، پس چنین رفتاری باید الهی و آسمانی باشد و این دید و این رفتار خواسته هر مسلمان میگردد. و حتی اگر هم خواسته برخی از مسلمانان نباشد، جرأت نمی کنند از آن انتقاد کنند و بپذیرند که چنین دیدی به زندگی نادرست و برای همزیستی با مردمان دیگر در روی کره زمین مشکل ساز است. به سبب پاداشی که الله برای جهاد و نابودی کفار گذارده است، مسلمان در سازش با دیگران ارزشی نمی بیند، چون الله برای آن پاداشی نمی دهد. ارجحیت و برتری که الله برای شهید قرار داده است، باورمند به اسلام را در شرایط فکری و دیدی قرار داده است که او را به دور شدن از منطق انسانی که برای زندگی و لذت از زندگی در این جهان است تشویق نموده و در نتیجه در برابر و دشمنی و ضدیت با مردمان دیگر قرار می دهد. و این دشمنی مسلمان را به سوی شهادت ترغیب و تشویق می کند. این روش و تاکتیک نظامی بوده است که صلی الله علیه و سلم برای پیش برد اهداف خود به کار برده است. و چون راه و روش او سرمشق و نمونه برای هر مسلمان واقعی است، این باور آسمانی و ابدی شناخته شده و اکنون در سده 21 همانند 1400 سال گذشته که اسلام در هر زمانی که قدرت به دست آورده همواره به دنبال پیدا نمودن کفار بوده است تا بتواند اصول اسلامی را در حلقوم آنان فرو نموده و یا در این راه شهید شود و از مزایای وعده داده شده برای آن از طرف الله بهره مند گردد، به سبب این دید و طرز فکر است که مسلمان نمیتواند سازش و همزیستی نماید. تاکتیک جنگی صلی الله علیه و سلم اکنون به یک دشواری عمومی برای کفار که به اشتدکده ی الله باور ندارند تبدیل شده است و این دو تمدن و یا دو دید متفاوت برای زندگی در روی کره زمین در زمانی که با هم برخورد خواهند نمود و یکی باید دیگری را به کلی نابود نماید. اگرچه نابود نمودن ناباوران فرمان الله و آرزوی دیرینه اسلام بوده است، ولی هرگز توانایی اجرای آن را در سراسر جهان به دست نیاوردند و تنها آن را در سرزمین هایی که از اسلام شکست خوردند به اجرا گذاشتند. مبلغین و متفکرین اسلام در سراسر جهان برای هشدار به کفار بر بی‌ارزش دانستن زندگی این دنیا و آماده بودن مسلمان برای شهادت تأکید می کنند و این تنها در تبلیغ و سخنرانی نیست و در عمل و کردار هم نشان دادند که این یک اصل اسلامی که مسلمان باورمند با آن ایمان دارد و داوطلب شهادت است. در برابر چنین پدیده‌ای نامسلمانان باید چه کنند؟ روشن است اسلام جهاد برای مسلمان نمودن همه دنیا را ادامه خواهد داد و دنیا با چنین گروهی نمیتواند در صلح آرامش زندگی کند. پیمان صلح با چنین فرهنگ و جهان بینی نمیتواند دائمی باشد، چون مسلمان ناچار به بازگشت به دستورات الله است و همواره برای به اجرا گذاردن دستورات الله به همان جهادگری های گذشته مبادرت خواهد ورزید، تا آنکه سرانجام نامسلمانان به این نتیجه برسند که چنین فرهنگ و جهان بینی باید از روی زمین برداشته شود. اگرچه بی ارزش دانستن زندگی یکی از پایه‌های
برجسته تفکر اسلامی است و مسلمان آن را آسمانی و ملکوتی می داند. ولی این فکر همانند بسیاری از دیگر جهانبینی های اسلام مخرب و بازدارنده پیشرفت و خوشبختی و سعادت در روی زمین و در نتیجه سبب ناخشنودی و نارضایتی و گسترش درماندگی و ویرانی است که آن هم منجر به گسترش بیزاری از زندگی و علاقمند شدن به شهادت است. با درک و روشن شدن پیوند بی ارزش دانستن زندگی در این دنیا و علت وجود فلسفه جهاد و شهادت، می توان یکی از دلایل اهریمنی بودن آموزه های اسلام را به روشنی دریافت. خب همیهنان و یاران گرامی من، فراموش نکنید که بانو و کتبان ایران یار نازنینم $500 اعلام مچ کردند و تنها یاری که پاسخ دادند نوید عزیزم با $50. پس از اعلام مچ بانو و کتبان ایران یار، در آغاز برنامه هم نوید نازنینم $50 دیگر اعلام یاری کرده بودند. همیهنان گرامی و نازنینم، در میان همه این فجایع و خبرها به دو سه خبر از ایران اشغال شده و جنایت زده و جنایت کار زده، یعنی مسلمان زده، مسلمان باورمند جنایت کار است. حتی اگر تا کنون کسی را نکشته باشد، ولی باورمند باشد به اسلام، به گونه باور به قرآن و آیه های اهریمنی و شیطانیان و دستورات آدم کشی و زن ستیزی و کودک آزاری و دگراندیش کشیش، باور دارد به سیره و زندگی و روش پیامبر بیمار روانی اسلام و خونریز و دوز و راهزن و دروغگو و پیمان شکن و سربر، از شعبه سنیست به عمر خونریز و جلاد و سوزاننده ایران، به جنایتکاران دیگر باور دارد، از شعبه شیعیست به علی سربر دشخیم و سربری بی همانند در همه تاریخ جلاد باور دارد، جنایتکار است، جنایت باور است و هر لحظه او هم آمادگی دارد در فرصت و شرایطی که برایش پیش بیاید، نه تنها یک تن، هزاران تن را مانند آب خوردن بکشد، شکنجه کند، غارت کند، بسوزاند، ویران کند، فراری بدهد و آرامش و آسایش محمدی احساس کند. جنایتکار بیمار جنسی مانند هر مسلمان نرینه باورمند و مادینه باورمند، جنایتکار کثیف و رذل و دشمن به نام آخوند شجونی در یک گفتگو با یک مجله گفته است بی حجاب ها پیر مرد 90 ساله را هم از خود بی خود می کنند، چون مسلمان باور محمدیش را به خاطر آن آلت جنسیش که زیر نافش قرار دارد با جان و دل درست می داند و لذتش را می برد و رذالت های درونیش و بیماری های جنسیش و مفتخوری و از خون و دستاورد و دارایی دیگران بهترین زندگی را داشته باشد، برای این وعده ها و امتیاز هاست که باورمند است و مانند آب خوردن حتی فرزندان خودش را اگر مخالف اسلام باشند مانند آب خوردن می کشد، چه برسد به فرزندان دیگران. و می بینید جاری و ساری است، در همین قرن 21 می بینید هر کجا دست بالا را دارند،
و اسلامشان را با آسودگی خیال به نمایش می‌گذارند، عمل می‌کنند. فقط جنایت است، دست درازی است، فساد اخلاقی است، دزدی است، مفتخوری است، شکنجه است، ربودن دارایی این و آن است. به دوزخ محمد تبدیل کردن زندگی برای دیگران است. یعنی اسلام میگوید بی حجاب ها پیرمرد 90 ساله را هم از خود بی خود می کند. اسلامشان این است، چه برسد به جوانان؟ یعنی اندیشه این گندیده های لجن تنها در این مسائل است. نه به کرامت انسان باور دارند که این انسان هم زن است، هم مرد، هم کودک، هم جوان، هم نوجوان، هم دین دارد، هم ندارد. نه به آزادی انسان باور دارند، نه به این که هر انسانی آزاد است و خود تصمیم می‌گیرد چه بخورد، چه بنوشد، چه بپوشد، کجا برود، با که برود، با که بنشیند. به هیچ کدام از اینها باور ندارد، چون اسلام فاشیزم غریان است. به همین دلیل باید بی‌حجاب ها را بگیرند و به شدیدترین مجازات برسانند و گفته است ادبشان کنند. پرسشگر از او پرسیده است یعنی چه مجازاتی حاج آقا؟ این حاج آقا لواطکار کودک ریپیست محمدی و علوی گفته است شلاق؟ اگر بی حجاب ها بدانند که شلاق در انتظارشان است، خودشان را اصلاح می کنند. اصلاح از دید یک مسلمان جنایت باور گندیده فاشیست کثیف این است که از ترس کاری را بکنی و یا کاری را نکنی. از ترس کشته شدن و تازیان خوردن و مورد تجاوز جنسی محمدیان قرار گرفتن، چرقت به دندانت بگیری، چادر بر سرت کنی. نه اینکه باور داشته باشی بهترین است و با آزادی بروی چرقت به دندان بگیری. نه، این اصلاح نیست. فاشیزم هیچ آزادی و هیچ اختیار و هیچ استقلالی را در هیچ زمینه‌ای برای هیچ کسی روا ندارد. میگوید بمیر باید بمیرد، میگوید بخور باید بخورد، میگوید بیدار بمان باید بیدار بماند، میگوید برو آن همسایه را بکش باید برود همسایه را بکشد، میگوید بگیر و تجاوز جنسی کن تا ادب شود باید تجاوز جنسی کند وگرنه خودش مورد تجاوز قرار میگیرد. این اسلام است. و خودشان میگویند به چه زبانی بگویند و نشان بدهند. یک جهان سپاسگزارم از یار نازنین ما که در هر برنامه اکثراً نازنین بانو ستاره الف همراه ما هستند با فداکاری. $100 اعلام یاری کردند با درود به رهروان سنگر بیداری، میهن پرستانی که سرفرازی سرزمین و هم میهن را به هر چیز دیگری برتری داده و جان و مال خود را در راه آزادی و بهزیستی هم میهنان صرف میکنند. مسلمان باورمند نیایش سویش مکه و حجاز است، بنابراین حق زیستن در خاک پاک ایران را ندارد. بایستی گورش را گم کرده به آنجا برود. ایران را از وجود این روان پریشان تازی پرست پاک خواهیم کرد. بله، عفونت و چیزهای دیگری که اینجا نوشتند بر قرآن و محمد و آل محمد. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانوی آزاده و میهن پرست و آگاه و بیدار و هم میهن دوست و آزادی دوست بانو ستاره الف. یک جهان سپاسگزارم.
به خبر دیگر هم میهن عالم از ایران اشغال شده توسط تحریمان اسلام. عضو مجلس خمرگان رهبری، یعنی همه شیوخ تازی، لواطکار، جنایتکار، دزد که تینیجرهایشان 80 ساله است، میگوید اختلاط زن و مرد، ببینید یعنی مغز، اندیشه و اسلام در لای پایش گیر است، جای دیگری نیست. اختلاط زن و مرد در ادارات و نهادها با ارزش‌های اسلامی سازگاری ندارد. خب ادرار همه کفداران و سکها که بانو ستاره الفم پیام داده بود، من نخواندم اما اکنون میگویم، بر این اسلامتان، اسلامتان را وردارید که در همان لای پایتان است، همه را یک جا بروید به سرزمین آبا اجدادیتان حجاز روسبی خانداران و لواطکاران و سربران و سنگسارگران و تازیان زنان و شاشش و ترنوشان، یعنی زادگاه محمد روانی و جانیتان. به ایرانی چه رفتی دارد که اسلام چه کثافتی میخواهد چه کثافتی نمیخواهد؟ آیت الله سید احمد علم الهدا همیهنانم، تک به تک این جانیان را بروید و پشتن در پشت، یک نصف به عقب، یک نصف به عقب بروید، میرسید به صدر لواطکاران و ایران سوزان و قاتلین نیاکانمان. سیدند و سیده، حرام زادگان بازمانده از یورشگران و جلادان و سوزانندگان ایران و نابود کنندگان زیباترین کاخهای بر روی کره زمین، نابود کننده زیباترین و پربارترین کتابخانه های جهان در آن زمان، نابود کننده همه هنر، موسیقی، پوشاک زیبا، جشن های زیبا در ایران ما. همینانند آیت الله سید احمد علم الهدا. آن یکی روسبی زاده مأمور مستقیم افریته جزیره اهریمنی، حسن فریدون، فریدونش ننگ داشته است کرده از حسن روحانی. معتدل است او. اقدام یکی از ارگان‌ها در جدا کردن محیط کاران، جنایتکار، جلاد، غمکش، رود فروش دیروز، قالیباف روسبی زاده و زن روسبی دزدش که دزدی‌هایشان سر به آسمان زده است. می‌دانید که دستور داده است زن‌ها و مردا در شهرداری جدا باشند و در کنار هم نباشند، چون اسلام این جانیان جهادگر تروریست محمدی که لای پایشان گیر است به باد می رود. بالاترین آماجه این اشغالگران، بارها گفتم هم میهنانم، به طور کلی بالاترین هدف، تارگت و سیبلی که اسلام دارد، گرفتن و کنترل زنان در دست اسلام است. از آنجاست که چیره است، از آنجاست که جانی می پرورد، کشتارگر می پرورد، هویت سوز می پرورد، مزدور و خائن و جاروکش و مستراحشوی تازی می پرورد. همه ی حمله ها به آن نیروی ایرانی، ایرانی مادران ایران است. تحقیر آنان
و گام به گام پس زدن آنان به سوی فاحش خانه های محمدی که به صف بایستند و صیغه جهادگران شوند. اقدام یکی از این ارگان ها در جدا کردن محیط کار زنان و مردان نباید مورد هجمه رسانه‌ای قرار بگیرد، چون موضوع رعایت حریم زن و مرد از مبانی اسلام است، توف بان اسلامتان. وی گفت وقتی یک اداره این امکان را دارد که ضمن حفظ شؤون همکاران، همینانی که دخترکان گل نوجوان ایرانی را با یک اعلامیه و با چیز میبرند، یا روسریت کنار رفته است، یا نمیدونم در فلان مهمانی بودی، دست جمعی با او تجاوز جنسی میکنند، ناموس اسلامی دارند، توف بر این دینتان، کسافت ترین کسافت های جهان، مسلمانان باورمند. وقتی یک اداره این امکان را دارد که ضمن حفظ شؤون همکاران و حفظ نیازهای مربوط به آن مجموعه خانم ها را در محیط هایی که سایر همکارانان خانم هستند مستقر کند، چه لزومی دارد زن و مرد در محیطی مختلط قرار بگیرند؟ تو گمان کردی چون مادر و زن و خواهر و عمه و اجداد سیده برآمده از آن گورستان حجاز کثافت چادر بر سر می کنند و در آن زیر با برادرانشان سرگرمند، همه زنان ایرانی از جنس خانواده تو هن؟ کثافت مسلمان. این موضوع نباید بهانه‌ای برای فشار رسانه‌ای شود، بلکه باید دستمایه تقدیر از مدیران آن نهاد و برنامه ریزان این طرح باشد و با بیان اینکه حضور زن و مرد در ساعت‌های طولانی در یک محیط کاری به هر تقدیر بستر مشکلاتش، مغزشان فقط لای پای محمدیشان است، نه دانشی، نه اختراعی، نه سازندگی، نه رسیدگی به آن وضعیت آن سرزمین که همواره با مشکل کم آبی روبرو بوده است. سرمایه گذاری، برنامه ریزی، خشک کردن بزرگترین دریاچه‌های هزاران ساله ایران، رودخانه های هزاران ساله ایران، اکنون میگویند بیشتر روستاهای یزد از سکن خالی شدند، از کم آبی در کرمان مردم دارند میسوزند و پرپر میشوند و مهاجرت میکنند و هزاران بیماری گرفتند. توف بر اسلامتان. نوست ساله هایشان عالی به حالی شما نجاست های بیمار روانی، گورتان را گم کنید از سرزمین ما. پدران القاعده و داعش، اختلاط زن و مرد در ادارات و نهادها با ارزش‌های اسلامی سازگاری ندارد. توف به اسلامتان، به همه کثافات جهان به اسلامتان، به درک ندارد. اسلامتان برای چیست؟ داریم میبینیم اسلامتان را 36 سال است در ایران و اکنون چندین سال است در همه آن منطقه دیگر آریان بیرون زده است، مانند عورت محمدی علویتان که همواره گرفتارش هستید. توف بر این مغزهای بیمار و حقیر و کثیف و چندش آورتان. همین گندیده ها، همین اعلم الهدا و سید و سیده ها، چادر چاخچوری هایشان، زنان کتک خور صیغه‌ایشان، با روسپی زاده هایشان عطسه می کنند با هواپیمای اختراع کفار که باید سرشان بریده شود،
خود را به لندن عزیزشان به بهترین و گرانترین بیمارستان ها می رسانند. چه حقیرانی هستید شما مسلمانان، چه کثافات شرم‌آوری هستید شمایان. بله مشکلات اجتماعی پدیده متاسفانه خبردار شدم آخوندهای دوریالی لواطکار برای ما مقامات شدن، اینا خبردار می شود. برخی از مسئولان وزارت کار با استناد به کنوانسیون بین المللی به این نهاد تذکر دادند که این اقدام خلاف خواسته های آن کنوانسیون است. مسئولان متوجه باشند امضای کنوانسیون های بین المللی و یا شمول جمهوری اسلامی در آنها نباید با اصول اسلامی و قواعد حاکم بر جامعه اسلامی ما منافات داشته باشد. اگر چنین اتفاقی افتاده مسئولان پیگیر خروج ایران از چنین کنوانسیون هایی باشند. لواطکارهای پنج قرانی. اما فراموش نکنید اینان دستاورد روشنفکران حسینی اند، خلقی های حسینی، مصدقی های حسینی، خیلی خیلی ملی های حسینی. این نکته نباید ایران به ایرانی فراموش کند که چه کسی این نجاست تاریخ را دوباره از مستراح تاریخ بیرون آورد و به جان جهان انداخت، نه فقط به جان ایران. از آریا جان خواهش بکنم، آریا نازنینم، امیران گرامیم، کلیپی را با هم میبینیم. 2 دقیقه و چند ثانیه هست. از آریای نازنی خواهش میکنم شماره 3 را. همیهنانم کوتاه هست و در یک نشستی است که ریچارد داکینز، میدانید یک روشنگر و یک اندیشمند و خردورز بزرگ و به نام از سر جهان، مورد پرسش قرار میگیرد و یک مسلمانی آنجاست و از او پرسشی میکند و در واقع میخواهد بگوید که داشتن دین و خدا باور بودن چه مزایای اخلاقی دارد و به اصطلاح به اخلاقیات مطلق اشاره میکند و ابسولوت مورالیتی که داکینز پاسخ را میدهد. و خوشبختانه این کلیپ با زیرنویس پارسی هست. همینانم نکته ایست بسیار حیاتی و بسیار روشنگر و توجه شما را به این نکته جلب میکنم. هنگامی که این کلیپ 2 دقیقه و نیم حدودا میبینید با دقت زیرنویس پارسی آن را بخوانید. و من از آریای نازنینم خواهش میکنم که شماره 3 رو 2 بار پخش کنید که جمعاً 5 دقیقه میشود. همیهنانم زیرنویسا را به پارسی، عزیزانی که خوب انگلیسی را خوب میدانید وقتی میشنوید خب مسئله ای نیست، اما دیگر عزیزان زیرنویس پارسی را با دقت بخوانید و این نکته بنیادین را و پاسخی را که ریچارد داکینز میدهد. شماره 3 را 2 بار پخش کنید آریا جان. Next question comes from in the audience is from Hamza Qureshi. My question is for Professor Dawkins. Considering that atheism cannot possibly have any sense of absolute morality, would it not then be an irrational leap of faith, which atheists themselves so harshly condemn, for an atheist to decide between right and wrong? Absolute morality, the absolute morality that a religious person might profess would include what? Stoning people for adultery, death for apostasy, punishment for breaking the Sabbath. These are all things which are religiously based absolute moralities.
I don't think I want an absolute morality. I think I want a morality that is thought out, reasoned, argued, discussed, and... based upon, I could almost say, intelligent design. Can we not design our society, which has the sort of morality, the sort of society that we want to live in? If you actually look at the moralities that are accepted among modern people, among 21st century people, we don't believe in slavery anymore, we believe in equality of women, we believe in being gentle, we believe in being kind to animals. These are all things which are entirely recent. They have very little basis in biblical or Quranic scripture. They are things that have developed over historical time through a consensus of reasoning, sober discussion, argument, legal theory, political and moral philosophy. These do not come from religion. To the extent that you can find the good bits in religious scriptures, you have to cherry pick. You search your way through the Bible or the Quran, and you find the occasional verse that is an acceptable profession of morality. And you say, look at that, that's religion. And you leave out all the horrible bits. And you say, oh, we don't believe that anymore, we've grown out of that. Well, of course we've grown out of it. We've grown out of it because of secular moral philosophy and rational discussion. Tony Burke. Our next question comes from in the audience. It's from Hamza Qureshi. My question is for Professor Dawkins. Considering that atheism cannot possibly have any sense of absolute morality, would it not then be an irrational leap of faith, which atheists themselves so harshly condemn, for an atheist to decide between right and wrong? Absolute morality. The absolute morality that a religious person might profess would include what? Stoning people for adultery? Death for apostasy? Punishment for breaking the Sabbath? These are all things which are religiously based absolute moralities. I don't think I want an absolute morality. I think I want a morality that is thought out, reasoned, argued, discussed, and based upon, I could almost say, intelligent design. Can we not design our society, which has the sort of morality, the sort of society that we want to live in? If you actually look at the moralities that are accepted among modern people, among 21st century people, we don't believe in slavery anymore, we believe in equality of women, we believe in being gentle, we believe in being kind to animals. These are all things which are entirely recent. They have very little basis in biblical or Quranic scripture. They are things that have developed over historical time through a consensus of reasoning, sober discussion, argument, legal theory, political and moral philosophy. These do not come from religion. To the extent that you can find the good bits in religious scriptures, you have to cherry pick. You search your way through the Bible or the Quran, and you find the occasional verse that is an acceptable profession of morality. And you say, look at that, that's religion. And you leave out all the horrible bits. And you say, oh, we don't believe that anymore, we've grown out of that. Well, of course we've grown out of it. We've grown out of it because of secular moral philosophy and rational discussion. Tony Burke. با درودی دیگرباره همیهنان و نازنینم در این فاصله با یار و دوست نازنینمان کتبان توکلی کوتاه گفتگو کردم. ایشون به آگاهی ما رساندن و من هم اعلام میکنم که برنامه های بسیار شنیدنی از رادیویی که جناب توکلی اون رو اداره میکنن در واقع با تازه سازی های بسیار عزیزان میتوانید هر زمان که وقت دارید به این سایت مراجعه کنید و برنامه های گوناگون رو در اونجا پیگیری کنید.
و آدرسش رو من آرام اعلام میکنم. عزیزانی که شاید آشنا نیستید و ندارید اونو یادداشت کنید: www.krihct.co krihct.co. امیدوار هستم که جناب توکلی عزیزم من اشتباه نکرده باشم و درست پیامتون رو به همیهنان رسانده باشم. خب همیهنان نازنین و گرامی من، مطلبی رو در اینجا به آگاهیتان میرسانم. سپاسگزارم از بانوی همیهن و گرامیم با نام زیبا و سرفرازی آفرین یوتاب که بر خودشون گذاردند و امروز در واقع 12 ماه آگست که روز آریو برزن این دلاور بزرگ سرزمین ماست و میدانید که خواهر دلاور و جنگجوی و میهن پرستش دوش به دوش او در کوه‌ها با نیروهای مهاجم اسکندر جنگیدند هر دو، و هر دو جان با شکوهشان را برای ماندگاری ایران گذاردند. و شادمانم که بانو یوتاب عزیزم در واقع خواستند که یادآور نام با شکوه خواهر دلاور پهلوان آریو برزن هم باشند. $50 اعلام یاری کردند و با درود به بانو صفاری نازنین، یاران و همسنگرانم در سنگر روشنگری بیداری. اسلام یعنی عفونت کشنده، یعنی نجاست، یعنی ضد فرهنگ، ضد پیشرفت، ضد دانش، ضد بشر. این فرقه آدمخوار، انسان ستیز و بربر بایستی از روی زمین ریشه‌کن شود. تف بر اسلام نجس. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانو یوتاب نازنین و سپاس از اعلام یاری و سپاس از برگزیدن چنین نام زیبا و افتخار آفرین. از بانو زینت میرهاشمی مطلبی رو با آگاهیتان میرسانم: سنگسار کنید، قصاص کنید، ننگ بر شما داعشی های ایران. زندانیانی که صبح روز 18 مرداد به گونه دست جمعی در زندان مرکزی زاهدان به جوخه های دار رژیم ولایت فقیه سپرده شدند، جانشان را از دست دادند. این امکان از آنها سلب شد که تصاویر آنها مانند قربانیان جنایت های داعش از رسانه های جهان پخش شود. در ایران خشونت به طور روزمره باز تولید می شود. تجاوز به حقوق بشر با توسل به شیوه های قرون وسطایی توسط پایوران رژیم با حمایت قانون بیش از هر زمان صورت می گیرد. رژیم با استفاده از شرایط بحرانی در منطقه که خود از محرکان آن هم هست، در داخل دست به هر گونه خشونتی میزند، به ویژه اینکه این روزها همه توجهات به گروه ارتجاعی داعش است. یکی از شیوه های داعش برای پیشروی ایجاد ترس و وحشت در مردم است. آنها به طور آشکار خشونت را ترویج کرده و هیچ ترسی از آشکار کردن آن ندارند. حرف های لاریجانی در دفاع از سنگسار، قصاص و مجازات های قرون وسطایی و نیز افتخار به آن دقیقا همین شیوه داعش است، یعنی اسلام در واقع. سیاستی که تا کنون از طرف دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در مورد مردم اجرا شده است. به طور مثال در قیام های خیابانی سال 88 جنایتکاران از پخش خبرهای تجاوز گروهی به زندانیان در کهریزک و یا سیاه چالهای رژیم ترسی نداشتند. آنها در پخش خبر برای ایجاد رعب و وحشت جهت عقب نشینی تسخیر کنندگان خیابان فعال بودند، شیوهی که در آن زمان تأثیر گذار بود. مخاطب سخن پراکنی جواد لاریجانی جنایتکار کیست؟
عده‌ای از همپیمانان لاریجانی در برابر فشارهای برون مرزی ژست اعتدال گرفته و موافق انجام این اعمال به صورت مخفی هستند، اما در شرایط بحرانی و نارضایتی مردم حفظ نظام بر ژست‌های توخالی غلبه می‌کند. بکش، سرکوب کن، بترسان تا بتوانی بر آنها حکومت کنی. النسته به روب، این است سیاست رژیم که لاریجانی آن را با قوانین اسلام فرموله کرده است. لاریجانی بی‌شرمانه اعلام می‌کند که نه تنها از قصاص و سنگسار ناراحت نیست، بلکه با آن افتخار هم می‌کند. وی برای توجیه افتخار زشت خود به حقوق بشر اسلامی متوسل و از حقوق بشر سکولار انتقاد می کند. حقوق بشر امری جهان شمول است. هیچ رنگ، نژاد، پوست، دین، عقیده، جنس، فرهنگ و نمی تواند مردمی را از داشتن آن محروم کند. نقض حقوق بشر با استفاده از دین و شرایط فرهنگی همانی خواهد شد که جمهوری اسلامی، طالبان، داعش و همه دیکتاتورها، بنیادگرایان مذهبی و جریانات ارتجاعی تا کنون بدان عمل کردند. نوید نازنین و گرامی من، 50 دلار دیگر اعلام یاری کردند. مجموعاً امشب 150 دلار. 50 دلار قبلا اعلام کردند و 50 دلار دیگر. سپاسگزارم نوید نازنین و بزرگوار و سخاوتمند من. به کوری چشم مسلمانان باورمند برای روشن نگاه داشتن چراغ این سنگر روشنگر یاری میرسانم. از دیگر هممیهنان میخواهم به اندازه توان مالیشان این برنامه ها و این سنگر را پشتیبانی بفرمایید. مطفوع خوکای وحشی بر گور محمد، یعنی اهلی هم نباشند و وحشی باشند، بر گور محمد و علی و عمر و حسن و حسین و ابوالفضل و جعفر و رضا و بقیه این کفدارهای تازی. من مسلمان نیستم، ایرانیم. یک جهان سپاسگزارم نوید نازنین و گرامی من. سازمان ملل اعلام کرده که وضعیت آوارگان در کوهستان سنجار عراق اسفناک است. وضعیت انسانها جناب سازمان ملل و توابعش، وضعیت انسانها در همه کشورهایی که اسلام زده و جنایت زده و ترور زده و محمد و عمر و علی زده است اسفناک است. اگر در جاهایی هنوز عده‌ای در این کشورهای اهریمن زده نفسی می‌کشند، هنوز شمشیرداران اسلامی ناب یک جا به میدان نیامدند که آنجا هم اگر چند میلیونی در گوشه خدای ناکرده از زیر چشم اسلام در رفتند و نفسی می‌کشند، آنها هم نفسشان بریده شود. بانگیمان، دبیر کل سازمان ملل، خواستار کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به ایزدی‌های عراق شد و وضعیت این گروه اقلیت را اسفناک توصیف کرد. رویترز گزارش می‌دهد که وضعیت که بانگیمان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشته، وضعیت بدی که ایزدیان و دیگران در کوه سنجار با آن گرفتار شدند بسیار دلخراش است. شرایط این کوهستان هولناک است. و آقای بانگیمون حتما نمیداند یا فارسی نمیداند، برنامه های ما را که حتما نمیداند، که در اینجا باید میگفت توف بر اسلام. و من به جای آقای بانگیمون میگویم، زحمتشان را کم میکنم. سپاسگزارم از نوید نازنینم، نخستین یار ما بودن که 50 دلار اعلام یاری کردن. بانو و کدبان ایران یار نازنینم 500 دلار اعلام مچ کردن برای یاری رسانی سریع به
سنگر در وضعیت مالی خوبی آنچنان نیستیم ما، که بسیار هم بد است. نوید نازنینم با 50 دلار پاسخ دادن. بانو ستاره الف نازنین با 100 دلار، بانو یوتا با 50 دلار و نوید نازنینم دوباره یک بار دیگر با 50 دلار. بنابراین گرامیان من، بعد از اعلام مچ بانو و کدبان ایران یار، 250 دلار تا کنون اعلام یاری شده و در واقع نیم این مبلغ هست. امیدوارم در این 25 دقیقه مانده که دیگر دو سه تن از یاران میتوانند این 250 دلار را، امیدوارم البته، تامین کنند. از آریا جان خواهش میکنم، آریای نازنینم، شماره 6 کلیپ کوتاهی سمیهنانم از کلیپ هایی است که برای برنامه امروز برگزیدم که با هم ببینیم. درباره این شخصیت من بارها در چند سال گذشته هر از گاهی که نام ایشان بسیار داغ می شد و روشنگری هایشان و تهدیدات مرگی که به ایشان شد و در واقع همواره زیر پوشش محافظتی سکیوریتی پلیس قرار دارد، خودش و همسر و خانوادهش، این سیاستمدار جوان هلندی هست به نام گیرد وایلدرز که بارها هم در گذشته کلیپ های ایشان و مطالب در پیوند با ایشان که از سوی سربران محمدی که همه اروپایی نشین شدند و سیتیزن هلند و آلمان و فرانسه و ایتالیا و اسکاندیناوی و اینجا و آنجا شدند و گله گله هم آمدند و دوستان غربی هم گله گله آنها را پذیرفتند، اما در کمپ های پناهندگی همه 36 سالین بوده است. بهترین ایرانیان که از دست جلادان محمدی و تروریست های حاکم بر کشورشان می گریزند، ماها سالها در بدترین شرایط در کمپ های شرم‌آور در ترکیه، در پاکستان، در ناکجا آباد گرفتار می مانند و گاهی اصلا پاسخ به آنها داده نمی شود که پناهندگیشان پذیرفته شود و گاهی هم باید ماها و سالها از عمرشان برباد رود. اما بیز داران اسلام با چادر و چاخچور و مقنعه و نقاب و یک نرینه در جلو و 7-8 تا صیغه‌ای و عقدی و طول سگ و چه پشت سرش انداخته است، همه گله گله واسه همین در شهروند سوئد میشوند، خیلی هم فرنگشان به هم میخورد دیگر، مثلا نروژی میشوند، دانمارکی میشوند، هلندی میشوند، گله گله به خاطر این پولیتیکال کورکتنس و نسبیت فرهنگی. همه فرهنگ ها محترمند، همه انسان ها حقوق برابر دارند، چون همه ادیان که اینها با آن باور دارند همه حقوق بشری هست، دویج اسلام. و مصیبتی که امثال گیرد وایلدرز با آن گرفتار آمدند و کلیپی را برگزیدم. این کلیپ هم میانانم 2 سال و اندی پیش در واقع باستا پیدا کرد و شما هشدارهای او را خوب دقیق بشنوید که 2 سال پیش به آمریکاییان چه میگوید و چه پیامی میدهد و میگوید وضعیت و بیچارگی و خطری که اروپا اکنون با آن دست و بر گریبان است. هشدار میدهم به شما آمریکایی ها، اگر نجنبید بدتر از وضع ما شما هم گرفتار خواهید آمد. و خود من هم میهنان نازنینم، باور بکنید پس از مدت ها در واقع با دوستی جایی رفته بودم و از یکی از این خیابان هایی که مراکز به اصطلاح توریستی و گردش و هر چیز دیگری هست میگذشتیم، میبایستی از آنجا بگذریم. من در این بیش از 30 سالی که از میهنم گریختم، سالها در اروپا و اکنون نزدیک 20 سال در آمریکا زندگی میکنم، تا کنون هیچ جا یک جا این همه ریشو چادری مقنعه‌ای چرقد به دندان
تنبان پوش با دمپایی و بچه ها گلی ندیده بودم. از من بپذیرید و اصلا از شدت عصبانیت نمیدانستم چه باید بکنم. هاج و واج مانده بودم در همین لس آنجلس ها. آمدم وکیشن حتما، تابستان است دیگه. شماره 6 آریا جان، همیهنانم خوشدارو را بشنوید که 2-3 سال پیش به ویژه این ادمنستریشن عزیز که خودش گفت از one of them است، بشنوید همیهنانم و اکنون ببینید جهان در کجاست و ایزدیان و داعش و مسیحیان و بچه کشی ها و سربری ها و بریدن سر کودکان و سر نیزه علم کردن ها. شماره 6 را بیا جان. Geert Wilders is a familiar face on the international stage, yet he and his wife must live in safe houses across the Netherlands. Al-Qaeda has declared a fatwa against him, so he never walks the streets without a security detail. It's the price he's paid for speaking out against the Islamization of Europe. I don't want to live, and my children to live, in a country based on Sharia law. It's the worst thing that would happen. Democracy would end the day after Sharia was implemented. In his new book, Marked for Death, Islam's War Against the West and Me, Wilders lays out his argument against Islam and multiculturalism. If you walk through the streets of Amsterdam or Rotterdam or any other city in the Netherlands, you see that it has changed completely. People often don't feel at home anymore, don't feel safe anymore. There should not be Islamic schools, there should not be more mosques in our free society, because they represent an ideology of hate to be compared with fascism and communism. Wilders' message resonates with many Dutch who are fed up with massive Muslim immigration. His Freedom Party is now the third largest in Holland. His popularity only increased after he was found not guilty on hate speech charges in a Dutch court last year. At the end of the day, what keeps you going? What keeps you doing what you do? There's nothing more important than freedom and the freedom of speech. And I see, not alone with my own court case, but I see that it's changing for the worse in the Netherlands. And I believe that the biggest disease in Europe today is called cultural relativism. And I want to fight with all my life this misconception by politically correct, often liberal and leftist politician who invented the multicultural society, that all cultures are equal. Wilders calls them the facilitators, leftists who defend Islam while bashing Judeo-Christian civilization. I'm proud to say that our culture, that is based on Christianity, on Judaism, on humanism, is not only better, far better than what I see as a barbaric Islamic culture, and that we should fight to preserve it. He wants an end to Muslim immigration to the Netherlands, but says Muslims who assimilate into Dutch society are welcome. The majority of the Muslims in our free society are not terrorists, are law-abiding people. Even though I don't believe that there will be any moderate Islam, there is only one Islam, let me tell you, and that is the Islam of the Quran, of the Hadith, of the Sirah, and of Muhammad. This is the only Islam. There are, however, people who don't live according to the life of Muhammad, who don't live according to the Sharia or the Quran. They are moderate, and I applaud that. He maintains, however, that Islam and its teachings are the problem, not only for Europe, but for America as well. Please don't make the mistakes we made. What is happening in Europe can very easily happen in America tomorrow. Eric Stackelbeck, CBN News, Washington. بله، همیهنان نازنینم، در این دقایق پایانی برنامه امروز نوشته کوتاهی هست از گرانمایه کتبان احمد پناهنده، دکتر احمد پناهنده، مبارز و روشنگر. مایل هستم اون رو برای شما بازخوانی کنم. آقای اوباما چه عجب بیدار شدید. اعتراف میکنم که خوابتان خیلی سنگین بود، به سنگینی 6 سال ویرانی جای جای جهان، و دلتان به این خوش بود که بعد از پایان ریاست جمهوریتان در تاریخ بنویسند که اوباما در مدت زمامداریش بر جهان جنگی را استقبال نکرد.
راستی هنوز هم در این اندیشه هستید که اعمال شما را نسبت به تروریست‌ها و حکومت‌های ضد انسانی اسلامیون در ایران، حکومت بشار اسد در سوریه، تجاوز و بی‌پروایی پوتین در شرق اوکراین و کریمه، تروریست‌های حماس و جهاد در باریکه غزه علیه اسرائیل، آدمخواران داعش در عراق، حزب الله در لبنان و سوریه، آدمکشان بوکو حرام در نیجریه و کامرون و وحشیان اسلامی در بنغازی لیبی فضیلت بنویسند؟ آیا نمی‌بینید که بی‌عملی و سیاست بسیار ضعیف شما جای جای جهان را در مدت زمامداریتان در آتش ترور آدمکشان تروریست سوزاند و همچنان می‌سوزاند؟ و امروز داعش به خودش اجازه می‌دهد که هر روز جان ده‌ها انسان بیگناه را به فجیع‌ترین شکل ممکن بگیرد، اماکن تاریخی را با خاک یکسان کند و بعد در مقابل اخطار شما بگوید که تمامی چاه‌های نفت را به آتش می‌کشیم. راستی از نظر شما که حقوقدان هستید، حقوق بشر را چه معنایی است؟ معنیش این است که تا لحظه ای آخر دنبال مرتجب آدمکشی چون مرسی در مصر باشید و به خواست مردم و دلاوران ارتش مصر توجه نکنید و همان بلا را بر سر مردمان مصر هموار کنید که پیش کسوت شما کارتر بر سر مردم ایران آورده بود. معنیش این است که بر کشتار وحشیانه بشار اسد در سوریه که مصداق جنایت علیه بشریت است چشم ببندید و این پا و آن پا کنید و مردمان بیگناه را به بهانه اینکه در میان مخالفان بشار اسد نیروهای آدمکش القاعده است در دهان آدمخواران رها کنید. چه شد که جای جای دنیا ناامن شد؟ آیا اندیشیده اید که در مدت 6 سال زمامداریتان بر دنیا بیشترین صدمه را مردم دنیا دیدند؟ آیا اندیشیده اید که چرا تروریست ها و آدم کشان و حتی مالکی به حرف ها و توپ و تشر شما اهمیتی قائل نمی شوند؟ و پوتین امروز به خودش اجازه می دهد با بمب‌افکن های هسته‌ای‌اش وارد فضای هوایی آمریکا بشود؟ آدم کشان اسلامی در ایران بگویند که آمریکا مثل سگ است و بایستی در مقابلش بایستیم و فرار نکنیم. اینجاست که من به آقای نتانیاهو حق می دهم که برای کرامت و امنیت ملتش به حرف شما توجه نکند و آنچه خود تشخیص می دهد با مشت آهنین با آدم کشان اخوان المسلمین برخورد کرد تا آنچه بر سر ایرانیان با سیاست غلط و مخرب پیش کسوت شما کارتر آمد با سیاست ویرانگر شما بر سر ملت مصر نیاید. راستی مسبب پیشروی اسلامیون آدمخوار در بنغازی لیبی چه کسانی یا نیروهایی هستند؟ و درود بر شرف مصریان که تصمیم گرفتند به کمک مردم لیبی برخیزند. آقای اوباما سخن در این باره زیاد است و حوصله بازگویی ملال‌آور، اما میل دارم برای چندمین بار تکرار کنم که پاسخ تروریست ها فقط مشت آهنین و شدت عمل است، نه این پا و آن پا کردن. یادتان باشد که سر مار در ایران است و همه این آشوب ها در جای جای جهان رد پایی از آدم کشان اسلامی در ایران را با خود همراه دارد. همان آدم کشانی که پیش کسوت شما کارتر بر دوش خودش و مردمان جهان و ایرانیان سوار کرد تا دنیا را چنین ناامن کنند. و امروز شما به جای اینکه با آن سیاست ویرانگر پیش کسوت خودتان پشت کنید، با شتابی بی انتها همان سیاست ویرانگر را ادامه می دهید. و بدا به حال جانشین بعدی شما در آمریکا که باید همه این ویرانگری و خط تخریب را به جای مانده سیاست های غلط شما را آرام کند و با درایت و شدت عمل در برخورد با تروریست ها و آدم کشان ترمیم نماید. و بدانید که اعمال امروزی شما هیچ فضیلتی در تاریخ اضافه نمی کند، بلکه آنچه از شما و نام شما باقی خواهد ماند نامی ناشاد است و نفرین و نه آفرین مردمان جهان. نثار شما می شود، نفرین و نه آفرینی که ایرانیان
به پیش کسوت شما کارتر کردند و میکنند که زنده زنده روانش بسوزد. پس تا دیر نشده از این دو سال باقی مانده را با شدت عمل بیشتری نسبت به زیاد خواهان تروریست و حکومت‌های آدم کش در پیش بگیرید و مردم را در انداختن ترهینو در آسمان غمزدیشان یاری کنید. به ویژه ملت بزرگ و شرافتمند ایران با تاریخ و تمدنی شکوهمند را. احمد پناهنده. از هر کسی یاری برسد. کتبان پناهنده. از پرزیدنت حسین یاری نخواهد رسید. خب همیهنان نازنینم، به پایان برنامه 3 ساعته امروز نزدیک میشویم و در هر حال زمان آنچنانی نداریم. در پایان هم باید کلیپی رو برگزیدم از روانشاد جاوید نام، جان بخش پهلوان، فریدون فرخزاد که میدانی چند روز پیش سال روز 22 سال روز مسله و تک تک شدنش به دست محمدیان جنایتکار باورمند به قرآن و محمد و علی. در پایان فقط یادآوری کنم، حتما در جریان هستید، از دیروز در واقع این خبر بسیار گسترده شد که یکی از هنرپیشگان نام‌آور، هنرمندان به راستی بزرگ و انسانی بسیار دوست داشتنی و نیک که کمدین و همچنین نقش‌های غیر کمیک و درام بسیار خوبی را هم ایفا کرده بود، رابین ویلیامز درگذشت، که بعد امروز در واقع اعلام شد که او خودکشی کرده است. و انسانی که شاید یکی از آخرین کسانی بود که انسان میتوانست گمان کند شاید او خودکشی بتواند بکند یا نه، همواره شاد بود، همواره مایه شادی دیگران و صدها میلیون انسان که در جهان در هر کجای گیتی فیلم های او را دیدند، با او سالهای سال خندیدند و کارهای او را پی گرفتند و هنرمندی بسیار دوست داشتنی، نامش و یادش گرامی و همواره شادی بخش انسانهای بسیار دیگری حتی در نسل‌های آینده خواهد بود. او رفت اما کارهایش باقی میماند و در هر حال گویا دیپرشن و مشکلاتی هم در رابطه با اعتیاد دوره به مواد مخدر و مشروب و هیچ کدام رو هم پنهان نکرده بود. در هر از گاهی درباره این گرفتاری‌های شخصی خودش سخن گفته بود. اما انسانی بسیار نیک، قدیس نیستند، انسان‌های بسیار خوب قدیس نیستند، شاید کمبودهای خود را هم دارند اما در مجموع زندگی‌هایشان سازنده است، برای انسان‌های دیگر شادی آور است و ارمغان‌های نیک دارد. و رابین ویلیامز یکی از این هنرمندان بود که در هر حال غمی را هم بر دل من نشاند. خب همیهنان نازنینم، در پایان برنامه امروز با سپاس از توجهتان به برنامه و باز یادآوری یاری رسانی به سنگر بیداری تا آدینه که دوباره بتوانم با شما عزیزان باشم که نیمه ماه خواهد بود، پنجشنبه شب هم همه ما بیننده و شنونده برنامه پربار روشنگری دکتر مسعود انصاری نازنینم از سنگر بیداری، سنگر خودشان خواهیم بود. و سپاسگزارم از یارانی که ما رو تنها نگذاشتید در نگهداری سنگر و تأمین هزینه هایش، بانو و کتبان ایران یار نازنینم، نوید نازنینم سه بار، بانو ستاره الف نازنینم و بانو یوتاب نازنینم. از آریا جان هم خواهش میکنم پس از بدرود من نمیدونم گمان میکنم صفحه رو بله شماره 5 رو آریا جان پس از بدرود من پخش کنید و به یاد پهلوان هنرمند جاودان سرزمینمان جان بخش فریدون فرخزاد و همه جان بخشان فداکار میهن من
جاوید ایران، پاینده ایران، زنده باد ایران، بیدار پایدار پیروز، دلاور فرزندان نترس، میهن پرست، دشمن ستیز و دشمن سوز، یعنی اسلام ستیز و اسلام سوز.